سلام، وقت بخیر. صدای منو دارید؟ خب، خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم همایش خوبی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. درخواستا برای این همایش خیلی خیلی زیاد بود، برای همین تصمیم گرفتیم که این همایش رو در واقع برگزار کنیم تا بتونیم علاوه بر این که به دانشجویان ارشد کمک میکنیم، به داوطلبای دکترا هم کمک کنیم. خب، من ازتون میخوام که هر کسی اسم شهرش رو وارد کنه. خب، مشهد، صابه، تهران، ماهشهر، زاهدان، مشهد، ساری، تهران، اندیمشق، مشهد. خب، خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. از دکتر حقیقت عزیز خواهش میکنم که به جمع ما بپیوندند و عرض سلام و احترام دارم خدمتشون. سلام، صدای منو میشنوی؟ سلام، وقتتون بخیر. بله، صداتون رو داریم دکتر. قربان شما، خواهش میکنم. منم خوشحالم در خدمت شما و در خدمت بچه های عزیز و داوطلبان دکترا هستم. مرسی، متشکرم. دوست داریم تصویرتون هم میتونیم داشته باشیم؟ وبکم ندارم جناب استاد رضوی. مرسی، متشکرم. خب آقای دکتر حقیقت، در خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم، من در خدمتم. فکر کنم اولش قرار شما یه پرزنتیشنی داشته باشین، سری اسلاید آماده کردین، زحمت کشیدین، بعد شما کارتون که انجام بدین در خدمت بچه ها هستم و سوالاشون انشاءالله جواب میدین. مرسی، مرسی، متشکرم، لطف دارید. پس با اجازهتون من سریع یه سری اسلاید آماده کردم برای بچه ها، در واقع این اسلاید ها رو بذارم و یه صحبت های روش انجام بدیم، بعد شما لطف صحبتاتون رو برای بچه ها بگید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، در خدمت هست. متشکرم. قربان. خب یه دقیقه، اگر من اجازه بدید برای شما یه سری مطلب آماده کردم شیر کنم. خب تصویر رو خوب دارید؟ کامل تصویر؟ گوشه‌های تصویر رو هم دارید یا نه؟ خب یه دقیقه اجازه بدید. الان بهتر شد تصویر؟ خب الان درست، الان درست. مرسی، مرسی، متشکرم. خب صفر تا صد کنکور دکترای کامپیوتر و آیتی، کانال ما ادساین کنکور کامپیوتر هستش.
و سایتمون هم konkurukompute.ir هستش. یوزر تلگرام منم @rami_razavi هستش که اگه سوال داشتید میتونم در واقع در خدمتتون هستم و بهتون پاسخ بدم. اولین اسلاید اینه که آیا رتبه خوب آوردن در کنکور دکترا سخت هستش؟ من برای پاسخ دادن به این سوال یه سری کارنامه براتون آماده کردم که اون کارنامه ها رو بهتون نشون میدم. رتبه 9 نرم افزار 21 تست تخصصی داده از 45 تا. نگاه کنید این درصدهاشون هستش، 46 درصد تخصصی زدن که ضریب 4 هستش، 11 درصد استعداد زدن، 38 درصد زبان انگلیسی زدن، 21 تست تخصصی دادن از 45 تا و 3 تا تست استعداد زدن از 30 تا و 11 تا تست زبان زدن از 30 تا. واقعا برای کسی که رتبه 9 شده به نظر من تعداد تست‌های خیلی پایینی هستش و اگه کسی بخواد مطالعه بکنه خیلی خیلی راحت میتونه این تعداد تست رو بزنه و حتی خیلی بالاتر از این تعداد تست و واقعا تعداد تست‌های کمیه، خودتونم مشاهده میفرمایید. یه کارنامه دیگه رتبه 11 نرم افزار از 45 تا تست تخصصی 20 تا فقط زده، یعنی کمتر از نصف، از 30 تا تست استعداد 8 تا زده و یه دونه تست زبان زده. شاید باورتون نمیشد اگر من تا قبل از این که در واقع با این تعداد تست میتونید همچین رتبه ای بیارید. اگر درصدا رو نگاه کنید واقعا میبینید که این تعداد درصد زدن در کنکور دکترا خیلی ساده است اگر اصولی بخونید و درست بخونید و بدونید که کجاها رو باید بخونید. کارنامه سوم رتبه 32 نرم افزار 10 تا تست از 45 تا از 45 تا تست تخصصی فقط 10 تا تست تخصصی زده، 6 تا تست استعداد زده و فقط زبانشو خوب زده، 24 تا تست زبان. با این کارنامه میخواستم اینو بگم که اگر مثلا زبانتون قوی هستش یا استعدادتون قوی هستش خیلی راحت میتونید باز رتبه بالایی بیارید با تعداد تست پایینتر تخصصی. کارنامه شماره 4 رتبه 46 نرم افزار 14 تا تست تخصصی زده، تقریبا استعداد نزده، اون 3 دهم هستش و 12 تا تست زبان. واقعا باور نکردنیه که با همچین با اینقدر تعداد تست شما میتونید رتبه 46 کنکور نرم افزار بشید. یا حالا کارنامه هوش مصنوعی رو نگاه کنید. هوش مصنوعی اومده 37 درصد تخصصی زدن، 36 درصد استعداد و زبان صفر، 17 تا تست از 45 تا تست تخصصی و 11 تا تست استعداد از 30 تا و هیچی تست زبان و رتبه 20 کشور شدنشون. باور نکردنی هستش. یه تست دیگه، تست یه کارنامه دیگه عذرخواهی میکنم، رتبه 22 کشور تخصصیشون 39 زدن، استعداد 12 زدن و زبان 31، 17 تا تست تخصصی، 3 تا تقریبا تست استعداد و 9 تا تست زبان. بنابراین میبینید که با چه تعداد تست پایینی میتونید چه رتبه های عالی کسب کنید. یه کارنامه دیگه، کارنامه 3 هوش مصنوعی، 9 تا تست تخصصی از 45 تا، 5 تا استعداد، 17 تا زبان. و اگه درصداشون نگاه کنیم میبینیم که یه درصد خیلی خیلی پایینی هستش، 21 درصد تخصصی، 17 درصد استعداد و 57 درصد زبان انگلیسی. واقعا تعداد تست پایینی هستش. معماری کامپیوتر رتبه 1 معماری کامپیوتر، نگاه کنید با چه تا تست رتبه 1 معماری کامپیوتر شدن، 25 تا تست تخصصی زدن از 45 تا و استعداد 9 تا از 30 تا، 6 تا زبان از 30 تا. این شده رتبه 1 معماری کامپیوتر. مثلا باور نکردنیه، یعنی اگر من تا قبل از این در واقع اطلاعات و آمارو به شما نمیدادم فکر میکردید مثلا رتبه 1 کنکور شدن خیلی خیلی سخته، یا رتبه 10 کنکور دکترا شدن چقدر سخته و چقدر تلاش میخواد، در صورتی که اصلا این شکلی نیستش. کارنامه رتبه 22 کنکور معماری کامپیوتر از 45 تا تست تخصصی 16 تا زدن، 5 تا تست استعداد از 30 تا و هیچی تست زبان و شدن رتبه 22 کنکور. خب تا چه رتبه میشه دانشگاه های خوب قبول شد؟ مثلا امسال دانشگاه تهران تا رتبه 85 فکر میکنم 85-90 دانشگاه تهران برای مصاحبه دعوت کرده بودن. خب خیلیه دیگه. یا مثلا دانشگاه شریف در حالا گرایش های مختلف متفاوت بوده ولی تا هولوش رتبه 30-35-40 دعوت کرده بودن برای مصاحبه. برای فناوری اطلاعات کارنامه داشتم ولی خب وقت نکردم آماده کنم. همین جوری هستش، تو همه گرایش ها همین طوری هستش. تعداد شرکت کنندگان تو کنکور دکترا تو رشته نرم افزار 3332 نفر هستن
تو رشته هوش 1249 نفر، رشته معماری کامپیوتر 576 نفر، شبکه و فناوری اطلاعات هم تو رنج همین فکر می‌کنم 600-700 نفر باید باشن و می‌بینیم که تعداد در واقع بسیار پایین هستش. به همه سوالاتتون جواب میدیم. اجازه بدید من یه سری چیزا بهتون نشون بدم. تعداد سوالات و زمان پاسخگویی با آنها در هر گرایش. تو کنکور نرم افزار استعداد 30 تا میاد، ضریب 1 زبان 30 تا میاد، ضریب 1 این تو همه گرایش‌ها یکسانه. یعنی استعداد 30 تا ضریب 1، زبان 30 تا ضریب 1، 60 تا سوال در مجموع استعداد و زبان 90 دقیقه وقت دارید شما. دروس تخصصی که بالاترین ضریب رو داره و تمام در واقع رتبه شما رو ایجاد میکنه، مگر اینکه حالا میگم زبان یا استعداد رو خیلی بالا بزنید، ساختمان داده 10 تا میاد ضریب 4، طراحی ارگوید 10 تا میاد ضریب 4، یعنی 20 تا تست فقط ساختمان داده طراحی ارگوید با ضریب 4، سیستم عامل 15 تا میاد ضریب 4، پایگاه داده پیشرفته 10 تا میاد ضریب 4. یعنی واقعا اگر کسی درس بخونه به نظر من 30 تا تست زدن نرم افزار هیچ کاری نداره و رتبه 1 میشید. از 45 تا تست 30 تا رو راحت میتونید بچا جواب بدید و زمان پاسخگوییش هم میبینید که خیلی عالیه. یعنی 45 تا تست 150 دقیقه. شما مثلا 30 تا تست رو اگه بخواید 30 تا تست بزنید 150 دقیقه وقت دارید، یعنی برای هر تستی 5 دقیقه وقت دارید و این تایم بسیار بسیار عالی هستش. خب بریم سراغ هوش مصنوعی. تو هوش مصنوعی باز من راجع به استعداد زبان دیگه صحبت نمی کنم. ساختمان داده 10 تا، طراحی 10 تا، 20 تا تست ضریب 4 که بسیار مهمه. شما 20 همین 20 تا تست و 18 تاشو بزنید، 15 تاشو بزنید، رتبه زیر 30 میارید. شناسایی الگو 10 تا، یادگیری ماشین 15 تا ضریب 4. معماری کامپیوتر 20 تا، یعنی 10 تا مدار منطقی میاد، 10 تا معماری کامپیوتر میاد، 15 تا معماری کامپیوتر پیشرفته میاد، 10 تا VLSI پیشرفته میاد، یعنی 45 تا تست. و به نظر من خیلی آسون رتبه آوردن در کنکور معماری کامپیوتر. توی شبکه و رایان شب ساختمان داده الگوریتم 10 تا، ساختمان داده 10 تا، طراحی الگوریتم 10 تا با ضریب 4، سیستم عامل 10 تا با ضریب 4، این سیستم عامل پیشرفته هستش. اما ساختمان داده الگوریتم تو همه گرایش‌ها در حد کنکور ارشد هستش و سیستم عامل پیشرفته هستش، شبکه پیشرفته هستش، پایگاه داده پیشرفته بود که ازش عبور کردیم، اما ساختمان داده و طراحی الگوریتم در حد کنکور ارشد هستش. سیستم عامل 10 تا، شبکه‌های پیشرفته 15 تا. توی کنکور فناوری اطلاعات 10 تا ساختمان داده، 5 تا طراحی الگوریتم، شبکه 10 تا و مهندسی فناوری اطلاعات و پایگاه داده پیشرفته و بازاریابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی رو هم رفته 10 تا و خدمات فناوری اطلاعات و تجارت و آموزش الکترونیک هم 10 تا که باز می‌بینیم واقعا اگر یه دانشجوی خوب کار کنه و فوکوس کنه روی مطالبی که تو کنکور میاد، که خیلی هم مشخصه تو کنکور دکترا چه مطالبی تست میاد که حالا راهنماییتون خواهم کرد، میتونه رتبه خیلی خوب بیاره. توی علوم کامپیوتر هم که اینجا براتون مشخص شده، بچه‌های علوم کامپیوتر میتونن کلاس‌های گسسته رو داوطلبای در واقع علوم کامپیوتر کلاس‌های گسسته رو هم ثبت نام کنن، چون ساختمان گسسته 15 تا میاد، منطق 15 تا میاد که همون خیلی میشه گفت ساختمان گسسته است، نظریه علوم کامپیوتر اونم 15 تا، 45 تا تست برای بچهای علوم کامپیوتر. خب منابع دکترا چی هستش؟ زبان که تست های سال گذشته رو من در درجه اول پیشنهاد میکنم و 504. استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ خوبه، مدرسان هم خوب هستش. برای بچهای دکترا مدرسان یه کتابی داره که 5 سال اخیر رو فکر میکنم 5 6 سال اخیر رو جمع کرده و توش هستش، تو همه گرایش ها هستش و کتاب خوبیه به نظر من. برای استعدادم کتاب انتشارات کتابخانه فرهنگ خیلی خوب هستش. برای ساختمان داده حالا اگر میتونید ترجیحاً کلاس آنلاین، کتاب پارسه خوب هستش، کتاب پوران هم میتونید تهیه کنید. برای طراحی الگوریتم باز همون ترجیحاً کلاس آنلاین اگر میتونید شرکت کنید. کتاب مدرسان خوبه، پارسه هم خوبه، پوران هم خوبه، پایگاه داده پیشرفته روحانی رانکویی خوبه، سیدبرشاد خوبه و مدرسان شریف. و سیستم عامل هم که منابعش معرفی شده، اگر میتونید که کلاس آنلاین حتما شرکت کنید. کلاس آنلاین دکتر حیرت هستن که خب در سیستم عامل که میدونید دیگه، ایشون یکی از بهترین اساتید ایران هستن، جزوه دکتر پدرام و اساتید دکتر جلیلی دانشگاه شریف. و حالا منابعی که معرفی شده، این منابع حاصل سالها تجربه اساتید هستش و همینطور من امسال شخصا با یه عالم از رتبه‌های تکرارگرمی کنکور دکترا در گرایش‌های مختلف صحبت کردم و این حاصل تجربیات بچه‌های امساله. من با تک تک بچه‌هایی که در واقع رفته بودن دانشگاه شریف برای مصاحبه دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی خیلی‌هاشون صحبت کردم و اینا خیلی خیلی سیف و مطمئن هستش
برای هوش مصنوعی باز طراحی الگوریتم و ساختمان داده که راجعش صحبت کردیم، شناسایی الگو جزء وسایل های دکتر ربیعی، جزء وسایل های دکتر در واقع شیری و فیلم های مکتب خونه رو میتونید استفاده کنید. کتاب های رفرنسش هم که یادداشت کردیم، اینا بچه همه تو سایت هستش، میتونید به سایت مراجعه کنید و اینا رو دوباره ریویو کنید و اینا رو ببینید. یادگیری ماشین هم که جزء اسلاید های دکتر بیگی و بقیه حالا رفرنس هایی که معرفی شده، گفتم اینا تو سایت هستش، برای همین من خیلی وقت روش نمیذارم. برای معماری کامپیوتر مدار منطقی میتونید در واقع کلاس شرکت کنید یا کتاب نصیر رو بگیرید. برای معماری کامپیوتر کتاب خوبی کلا در معماری کامپیوتر نداریم، میتونید کلاس آنلاین رو شرکت کنید یا کتاب پوران رو بگیرید یا کتاب مدرسان رو بگیرید. برای معماری پیشرفته جزء وسایل دکتر سربازی آزاد و حالا کتابایی که وجود داره دیگه، هنسی و پترسون و استون، مخصوصا اون جای لایه های شبکه‌های میان ارتباطی و این داستان‌هاش. و برای بیلسای پیشرفته اگر بتونید جزء وسایل های دکتر نابی یا جزء وسایل های دکتر در واقع حسابی دانشگاه شریف رو بگیرید، کتاب مدرسان شریف رو میتونید بخونید. همینطور برای بیلسای پیشرفته کتاب دکتر صاحب زمانی و دکتر فرشاد صفایی و این داستان ها که مال انتشارات نشر انتشاراتش اسمش یادم رفته الان. خب برای شبکه های کامپیوتری ساختمان داده طراحی الگوریتم که خب صحبت کردیم راجبش، کلاس هم میتونید شرکت کنید. سیستم عامل پیشرفته و شبکه پیشرفته، اول توصیه اکید میکنم اگر میتونید کلاس آنلاین شرکت کنید، با دکتر حقیقت هستش، تنها کسی که در ایران دارن این کلاس ها رو سالهای سال تدریس میکنن برای کنکور دکترا و خب تجربه بسیار عالی دارن. و حالا جزو دکتر پدرام و استادهای دکتر جلیلی. اگه کلاس شرکت میکنید که نیازی به اینها ندارید، چون خود ایشون همه در واقع همه مطالب رو پوشش میدن. اگر شرکت نمیکنید میتونید در واقع از اینها استفاده کنید. خب برای فناوری اطلاعات هم اینجا صحبت شده که چون تو سایت هستش از روی این عبور میکنم. خب برای علوم کامپیوتر هم عبور کردم از روش، یه صحبت کوتاهی بکنم و دیگه شروع کنیم پرسش و پاسخ و در خدمت دکتر حقیقت عزیز باشیم. یه برنامه‌ریزی دیگه کنید بچه‌ها، تمرکزتون رو بذارید رو دروس تخصصی، چون دروس تخصصی ضریبش 4 هستش و خیلی 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 مهم هستش. سال قبل سازمان سنجش ضرایب رو اعلام نکرده بود، ولی از امسال اعلام کرده که ولی میدونستیم که ما ضرایب تخصصی اصلا بیشتره و 4 هستش. زبان یک بود، یک هستش، استعداد یک هستش، تخصصی 4 هستش. خیلی تخصصی ارزشمنده و خیلی تاثیر داره و خیلی هم خوب میتونید بزنید تستاشو. دو مدل میتونید در واقع مدل مطالعاتی داشته باشید، یکی اینکه همه دروس رو به صورت موازی با هم پیش ببرید و یکی دیگه اینکه هر ماه روی دو تا درس تمرکز کنید. مثلا اگر میخواید نرم افزار دکترای نرم افزار شرکت کنید، میتونید مثلا یه ماه مثلا روی ساختمان داده و سیستم عامل، ماه بعد مثلا روی الگوریتم و شبکه فوکوس کنید، یا یه ماه روی ساختمان داده الگوریتم، یه ماه روی شبکه و سیستم عامل. اگر هم میخواین همه دروس رو با هم موازی پیش ببرید که در یه هفته میتونید همه این کار رو انجام بدید. و توصیه هم این هستش که در یه روز بیشتر از 2-3 تا درس رو نخونید، یعنی در هر روز 2 تا درس، نهایتاً تا 3 تا درس. اینجوری نباشه که در یه روز مثلا بخواید 4 تا 5 تا درس رو بخونید، چون درس ها سنگین هستش، پیشرفته هستش و تا اینکه بخواید وارد عمق درس بشید مثلا 5-6 ساعتی طول میکشه تا یکم بخونید، مثلا یه مثلا نصف فصل یه فصل رو جلو ببرید. بنابراین توصیه میکنم در یه روز حتی میتونید روی یه درس مثلا سرمایه‌گذاری کنید، مثلا شنبه رو یه درس بخونید، یک شنبه هم همون درس بخونید، با دوشنبه سه شنبه عوض کنید. و مدل های مختلف مطالعاتی وجود داره که بسته به دانشجوهای مختلف متفاوته. میتونیم حالا در کیس های مختلف به صورت خصوصی صحبت داشته باشیم و ببینیم چه برنامه‌ای براشون بهترین هستش. یادم رفت تایتل اینو عوض کنم، این تایتلش نحوه مطالعه هستش. نحوه مطالعه بر حسب زمانی که دارید سه مدل مطالعاتی میتونید داشته باشید. یک، کسایی که فرصت مطالعاتی زیادی دارن، به اینا توصیه میکنم منابع کاملی که من معرفی کردم رو مطالعه کنن. البته در مورد شبکه و سیستم عامل دکتر حقیقت الان به صورت اختصاصی صحبت خواهند کرد، ولی کسایی که وقت زیادی دارند به طور کامل منابع رو به نظر من مطالعه کنن، اون جزوه و سلاید هایی که معرفی شده رو به طور کامل به نظر من مطالعه کنند، چون خیلی خیلی از الان اگر شروع کنن راحت میتونید بچه رتبه یک بیارید. اصلا تو کنکور دکترا مثلا میخوان دانشجو شرکت کنن، بچه دانشگاه ها رو بردن میخوان شرکت کنن، مثلا اصلا نمیخونن،
یا مثلا میخوان بخونن یه هفته میخونن، دو هفته میخونن، نهایتا یه ماه میخونن، رتبه های بدی هم نمیارن. بنابراین رتبه آوردن تو کنکور دکترا اگر وقت خوبی بذارید خیلی خیلی راحته و خیلی خیلی خوبه. حالا کسایی که فرصت مطالعاتی کمی دارن میتونن این کارو بکنن، به صورت تست بیس درس بخونن. این یعنی چی؟ کنکور دکترا مثلا 96 رو باز کنید، سوال یکیشو شروع کنید حل کردن. ببینید سوال یک از چه مبحثیه، برید اون مبحث رو از روی کتابای رفرنس، از روی منابعی که دارید، جزواتی که دارید، اون مبحث رو بخونید و هول و هوش اون مبحث رو بخونید. مطمئنن از همون مبحث و هول و هوش اون مبحث میاد، یعنی خیلی سوالات دکترا تکراریه و اینکه در از چه مباحثی میاد خیلی خیلی مشخصه و دایره سوالات خیلی واضح و مشخصه. بعد برید سراغ سوال دو، ببینید سوال دو از چه مبحثی اومده، دوباره کتاب باز کنید، اون مبحث و حول و حوش اون مبحث رو کامل پوشش بدید و کاور کنید. برید سوال سه، سوال چهار، تا سوال 45 همین کار رو انجام بدید. و اگر من مطمئنم 5-6 تا کنکور رو همین کار رو انجام بدید و همون تست و در واقع مطلب مربوط به یه تست و حول و حوش اون رو کامل بخونید و مسلط بشید، من مطمئنم راحت 50% تخصصی میتونید بزنید. بیشتر هم تازه نگم 50% رو قطعا میتونید بزنید. این برای بچه هایی که وقت کم داره. اگه وقت بیشتری داری البته این رو توصیه نمی کنم. این برای بچه هایی که خیلی دیگه درگیرن. مدل سوم مطالعاتی هم اینه که خب اگر بتونید خب در کلاس های آنلاین شرکت کنید که خب همه بهتره. یعنی مثلا سیستم عامل پیشرفته، شبکه پیشرفته، پایگاه داده پیشرفته، معماری پیشرفته، VLSI پیشرفته، اینا الان همه کلاساش در واقع با برترین اساتید ایران گذاشته شده. الان معماری پیشرفته، VLSI پیشرفته استاد کدیرایی هستن، برای سیستم عامل پیشرفته و شبکه دکتر حقیقت هستن، برای پایگاه داده دکتر کیوان پور هستن. میتونید با کلاسا پیش برید. اگه با کلاسا پیش برید که دیگه خیالتون راحت هستش و یه زبان و استعداد رو در واقع بعد وقت بذارید برای ساختمان داده تغییراتون که کلاسای خود بنده هستش. پس اینم مدل مطالعاتی سوم. کنکور که شرکت میکنید معمولا آموزشی پژوهشی میخوان بچه ها شرکت کنن که پایان نامه و اینا داره. تو آموزشی پژوهشی قبلا 70% مصاحبه بود، 30% کنکور بود، از پارسال شده 50% مصاحبه 50% کنکور. پژوهش محور هم حالا اینجا براتون نوشتم. نمره در واقع نکنید 50% که کنکور شماست اگه آموزشی پژوهشی باشید، 20% سوابق آموزشی پژوهشی و فناوریه و 30% هم مصاحبه علمی و سنجش عملیه، که این 20% و این 30% که 50% دانشگاه میده. یعنی شما مصاحبه که میرید اساتید اون دانشگاه میرید وارد مصاحبه میشید، یه مثلا 10 تا استاد نشستن، 10 تا استاد از همون گروه خودتون نشستن با شما مصاحبه میکنن، از چه دانشگاهی اومدی، لیسانس کجا بودی، فوق لیسانس کجا بودی، معدلت چند بوده، ریکامندیشن، حتی راجع به ریکامندیشن صحبت زیاد نمیکنن، ولی مثلا مقاله چی داری؟ مقاله خیلی خیلی مهمه، مدرک زبان خیلی مهمه، رتبه کنکورتو میپرسن، درصد ترازتو میپرسن. حالا من اومدم اینجا لیست کردم براتون موارد مهم در واقع مصاحبه و همون 50% که به مصاحبه مربوط میشه. اولین سوالی که شاید خیلی از دانشگاه ازتون بپرسن، میپرسن که رتبه و ترازتون در آزمون دکترا چند بوده، دانشگاه لیسانس کجا بودید، ارشد کجا بودید، معدل لیسانس و ارشدتون چی بوده، آیا اگه میگید مثلا شاگرد اولید مدرک معتبری داله بر شاگرد اولی دارید، توصیه نامه برای کامندشن اساتید لیسانس و ارشد که ارشد باز خیلی در واقع اهمیتش بالاتره، توصیه نامه های ارشد اگه بتونید ریکامندشن از اساتید در واقع استاد تمام بگیرید خیلی خیلی مهمه. و مثلا زیاد هم نمیخونن توصیه نامه ها رو، همون چند خط آخر رو میخونن که مثلا میگن ما مثلا توصیه میکنیم یا توصیه اکید میکنیم یا چجوری توصیه میکنیم. بنابراین ریکامندشن خیلی مهمه، اگه بتونید مثلا 2-3-4 ریکامندشن خوب از اساتید خوب داشته باشید خیلی خیلی مهمه و خوب هستش. عناوین مقالات و در واقع حالا یا کنفرانس یا ژورنال هایی که دارید و نام در واقع اون کنفرانس و ژورنال، اهمیت اون کنفرانس و ژورنال، چه ایمپکت فاکتوری داره، چقدر سایتیشن بهش داره، در واقع هیئت لیست جوریش کیه، اینا خیلی مهم اهمیت داره. شما اگه مثلا یه ISI خوب داشته باشید مثلا با ایمپکت فاکتور 1.7 تمومه دیگه، عالیه، فوق العاده است. یه اشپرینگری نمیدونم چیزی داشته باشین، الزیویری چیز خوبی داشته باشید، یا آیتریپلی جای خوب داشته باشید، خیلی خیلی تأثیر گذاره. یعنی مقاله و ژورنال خوب خیلی تأثیر گذاره، اینو حتما مد نظر قرار بدید. دوره های غیر تحصیلی که گذروندید
اختراعات، جوایز علمی، طرحهای سخت افزاری، نرم افزاری که داشتید، فعالیت های آموزشی و تدریستون تو دانشگاه و مرکز آموزش عالی، مدرک انگلیسی، GRE، تافل، حتی مثلا میگن تافل مثلا انقدر، مثلا تافل از 80 تا 90 انقدر نمره بهتون میدیم، 90 تا 100 انقدر نمره میدیم، و این داستان ها. داشتن کتاب که حالا تألیف باشه یه نمره‌ای داره، ترجمه باشه یه نمره‌ای داره، طرح پژوهشی اگر داشته باشید، کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، آثار هنری ملی یا بین‌المللی. حتی مثلا هر کدوم از این موردا بعضی از دانشگاه در نظر می‌گیرن، بعضی در نظر نمی‌گیرن. مثلا مورد 14 دانشگاه شریف در نظر نمی‌گیره، حالا تو سال اخیر که در نظر نگرفته، ولی مثلا دانشگاه تهران در نظر می‌گیره. مورد 15 اکتشاف، اختراع و نظریه پردازی و جوایز اگر توی المپیادهای علمی داشتید، جوایز و تشویق نامه‌های ملی، هر چیزی که در واقع شما بتونه رزومه‌تون رو قوی‌تر کنه و توصیه نامه، هر چیزی که بتونه رزومه شما رو قوی‌تر کنه پوان محسوب میشه. و بیشتر از همه اینها این هستش که شما استادای اون دانشگاه رو قانع کنید، باهاشون صحبت کنید و شما رو بخوان، چون هر استادی دانشجو خودش رو انتخاب میکنه و معمولا بقیه به اون دانشجو نمره میدن معمولا. حالا این مواردی هستش که من براتون لیست کردم. بعد از کنکور دکترا حتما موقع مصاحبه، یعنی قبل از مصاحبه انشالله اگر تعداد درخواست بالا باشه، یه همایشی برگزار میکنیم و توضیح میدیم که چیکار کنید که در مصاحبه هم موفق بشید و بتونید در واقع دانشگاه های برتر پذیرفته بشید. خب من حرفم تموم شد. از دکتر حقیقت عزیز خواهش میکنم که در واقع به جمع ما بپیوندند، البته در جمع ما هستن، خواهش میکنم که در واقع شروع کنند و صحبت‌هاشون رو با دانشجوها انجام بدن و بعد ما پرسش و پاسخ خواهیم داشت و به جواب دانشجوها، در واقع به سوالات دانشجوها پاسخ خواهیم داد. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد رضوی و دوستان عزیز، دانشجویان عزیزی که داوطلبان دکترا هستن. من فکر کنم شما خیلی کامل صحبت کردین، یعنی هر چیزی که من میخواستم بگم شما کاملترش رو گفتین و خیلی دقیق و با مطالعه صحبت کردین. باز خواهش میکنم. من فکر میکنم که همطور که فرمودین، چون من خودم هم توی دانشگاه آزاد چندین سال توی مصاحبه بودم و حالا تو مصاحبه های دانشگاه دولتی هم گاهی شرکت داشتیم، چیزی که از همه به نظر مهمتر هم تو که شما فرمودین مقاله است. خدمت شما عرض کنم که مقاله هم شما خیلی درست فرمودین که اگر مقاله ژورنال داشته باشیم، ژورنال ISI داشته باشیم، حالا Q1 باشه چه بهتر، ایمپکت فاکتورش بالا باشه، حتی با ایمپکت فاکتور پایین هم بچه‌ها مقاله داشته باشن، اینکه نشون بدن که توانایی نوشتن مقاله دارن. حالا مقاله منظور مقاله های کنفرانس مثلا چه میدونم دانشگاه آزاد یا درجه 2-3 مثلا داخلی نیست که بعضی همینطوری یه سری چیزا رو ترجمه میکنن یا جمع میکنن یه جایی میفرستن مقاله میدن، اون نه. ولی مقاله‌ای که توش نوآوری باشه، خلاقیت باشه، از مخصوصا از تز، حالا من این اضافه میکنم که از تزتون در اومده باشه. گاهی وقتا نگاه کنین بعضی از چیزها اثر معکوس داره، بچه ها اینو نمیدونن. مثلا من دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شریف بودم، استاد راهنما من مثلا آقای دکتر موقر بودن، تو زمینه ای کار میکردم، حالا هر زمینه ای، مثلا ارزیابی شبکه کار میکردم، بعد میام میرم توی همون زمینه مثلا ارزیابی شبکه یه مقاله میدم با آقای مثلا پروفسور ایکس در دانشگاه امیرکبیر. شما اگر برین توی مصاحبه دکترا شرکت کنین، دو تا مقاله اینجوری بذارین رو میز، من فکر کنم نه تنها اثر مثبت نداره، بلکه اثر منفی هم داره. چرا؟ چون این کار یه کاری که خلاف اخلاقه. مثلا من توی زمینه اصلا خلاف اخلاقم نباشه، شما ممکنه بگین آقا من با استاد ایکس کار کردم، ایشون خوب با ما کار نکردن، رفتم با استاد وای کار کردم، مقالهامو با ایشون دادن. حالا استادی که میخواد شما رو بگیره به عنوان شاگرد خودش، تو مصاحبه میگه این از این آدمیه که نمیشه روش حساب کرد، من مرشد دانشجو دکترا میگیرم، خب برای که مثلا یه فوایدم برای خودم داشته باشه دیگه، همش که قصد رضای خدا ندارم، این دانشجو باید با من مقاله بده. خب این میاد با من کار میکنه، فردا همینجوری که به جای با آقای دکتر ایکس خیانت کرد رفت آقای دکتر وای مقاله داد، همین کار با من هم میکنه.
بنابراین سعی کنید حتما با استاد راهنماتون مقاله بدین. حالا اگه میخواین استاد سومی رو اضافه کنین، مثلا بریم با استاد وای همکار کنین، بعد مقاله بنویسین. یک، اسم اول خودتون، اسم دوم استاد راهنماتون، اسم سوم هم استاد سومی که بهش ارادت داریم و میخواین باهاش کار کنین، هیچ مشکلی نیست. ولی حتما اسم استاد راهنمای خودتون هر کی تو هر دانشگاهی هست باشه. بعد ریکامندیشن فرمودین، خیلی مهمه ریکامندیشن استاد راهنما، به نظر من از همه مهمتره. حالا استاد راهنماتون فول پروفسور باشه یا معروف باشه یا آدم شناخته شده باشه، خب چه بهتر. ولی در صورت این مهمه که استاد راهنمای شما نظرش راجع به شما چیه. اینکه استادای دیگه شما رو تایید میکنن خیلی مهمه، ولی من میخوام شما رو به عنوان استاد راهنما شما رو بگیرم دانشجوی خودم. حالا سوال من اینه که اون کسی قبلی که این کارو کرده از شما راضیه؟ چرا از شما راضیه؟ مهم نیست دو تا پروفسور دیگه که شما رو کمتر از، چون هیچ کس با بنزه استاد راهنما شما نمیشناسه دیگه. با فلان پروفسور شما یه درس پاس کردین، شما که نمیخواین با من درس پاس کنین، شما میخواین تزتون رو با من بگیرین. حالا من با خودم میگم این دانشجو خوبیه، بذار ببینم استاد راهنما قبلیش راضیه، با استاد راهنما قبلیش چند تا مقاله داده. بنابراین این خیلی مهمه که اون مقاله ای که میدین اسم استاد راهنماتون هم حتما ان شاءالله توش باشه. یه سوالی بعضی وقت دانشجو میپرسن، مثلا میگن ما رو تو مصاحبه رد میکنن، ما دانشگاه آزادی، مثلا دانشگاه دولتی ما رو قبول میکنه؟ من 3 تا 4 تا از دانشجو خودمون نام میبرم که توی دانشگاه آزاد قزوین با من درس داشتن، پروژه داشتن، تز ارشدشون مثلا با من بوده یا با دوستان من بوده، بعد رفتن دانشگاه دولتی قبول شدن. به عنوان مثال اون بچه‌هایی که مشهد هستن، اون که دانشگاه آزاد مشهد باشن، آقای دکتر تشتریان رو شاید بشناسن. جناب دکتر تشتریان آن استاد دانشگاه آزاد مشهد هستن. ایشون دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه آزاد قزوین با من بودن. موقعی که با من کار میکردن یه مقاله ژورنال داشتن، 8 تا مقاله کنفرانس. و خیلی جالب بدونه ایشون دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کردن و برای مصاحبه قبول شدن. چیزی که جالب بود، اومدن پیش من گفتن آره حقیقت مثلا من خیلی دوست دارم با دکتر یغمایی مشهد کار بکنم. دکتر یغمایی یه دانشجو میخواد بگیره. اتفاقا همون سال یه دانشجویی که فوق لیسانس با خود دکتر یغمایی هم خونده، دانشگاه فردوسی مشهد بودم، قبول شده، در مصاحبه شده. من فکر کنم اصلا شانس ندارم. من به این فرزاد گفتم نه، شما به نظر من خیلی شانس داری، شما یه ژورنال داری تو دانشگاه آزاد قزوین، تونستید با اینکه دانشجوی دانشگاه آزاد بودی با همین امکانات کم تونستی یه مقاله ژورنال بدی، 7-8 تا مقاله کنفرانس بدی، قطعا شما قبول میکنه. تو خودم هم شخصا زنگ زدم به آقای دکتر یغمایی و حالا ایشون میگن توصیه، آقای رضوی فرمودن بعضی توصیه میکنن، بعضی توصیه اکید میکنن، من توصیه اکید در اکید تلفنی کردم. یعنی گفتم آقای دکتر یغمایی من این فرزاد تضمینی به شما معرفی میکنم. یعنی این بعد خیلی جالبه که ایشون آقای تشتریان که گرفی چی، یک دو بار دیگه برای داوری جای مختلف من آقای دکتر یغمایی که از دوست قدیمیمونه دیدم از من تشکر میکرد، میگفت خیلی ممنون که فرزاد تشتریان به من معرفی کردی، واقعا دانشجو خوبیه، واقعا دانشجو خلاقیه، خیلی اهل پژوهشه، خیلی کار گروهی خوب انجام میده. و به نظر پس ببینید اینقدر تأثیر استاد راهنما زیاده که میاد مثلا یه توصیه خاص میکنه به یه استاد یه دانشگاه دیگه. نه بحث پارتی بازی یا این حرفا نیست، میگم همه ما یا مثلا همشهری بازی نیست. ببینن آقای دکتر یغمایی هم مشهدی، منم مشهدی، اون دو تا دانشجو هر دو مشهدی بودن، اصلا همه همشهری بودیم. ولی بحث اینی که ایشون هم دانشجو خودشو داشت، منم دانشجو خودمو داشتم. اصلا اگه قرار بود مثلا بگه دانشجو فلانی، خب دانشجو خودشو ترجیح میداد. ولی من طوری توجیه کردم که ایشون آدمیه که میتونه خیلی قوی باشه. یا مثلا یه نمونه دیگه من براتون، اونایی که دانشگاه شهید بهشتی بودن شاید بشناسن، خانم رعنا فرصتی، ایشون دانشگاه آزاد قزوین میخوندن. موقعی که فارغ التحصیل شدن 3 تا ژورنال ISI Elsevier داشتن، یکیش با من، یکیش با پروفسور میبودی، یکی هم با پروفسور فائز که استاد دانشگاه امیر کبیر هستن. 3 تا مقاله ژورنال ISI داشتن، با من توی هارمونی سرچ توی شبکه کار کرده بودن. بعد ایشون موقعی که البته نکنیم با استاد راهنماشون هم داشتن که آقای دکتر میبودی بودن، با منم داشتن، با یه استاد دیگه هم داشت.
موقعی که ایشون شهید بهشتی رفت بودن به مصاحبه، باز به من گفتن حقیقت من فکر کنم ردم کنن. گفتم نه ردت نمی کنن. باز به طور خاص من با یکی از دوستانم تو دانشگاه شهید بهشتی، شاید بعضی بشناسن اسمشون، هم اتفاقا آقای رضوی بردن اسمشون، آقای دکتر کیوان ناوی. من با آقای دکتر ناوی تماس گرفتم، از دوستان قدیمی ما هستن. گفتم آقای دکتر من خانم رنا فرصتی رو توصیه نامه اکید برشون فرستادم، ولی باز میخوام خیلی توصیه کنم، چون ایشون 3 تا مقاله داره تو دانشگاه آزاد قزوین. ببین یه آدم 3 تا مقاله داده. بعد ایشون گفت تو مطمئنی مقاله کار خودشه؟ فکر کنم من مطمئنم، یعنی اون کاری که با من انجام داده رو کامل مطمئنم. اون دو تا دیگه از دکتر فائز، دکتر میبودی شما بپرسید، که ایشون گفتن که براش گفتم باش. بعدش تو مسابقه قبول شدن دانشگاه شهید بهشتی. خود اتفاقا من خانم فرصتی رو 2-3 سال بعد دیدم، گفتم الان چند تا مقاله داری؟ 4 سال 3 سال از دوره دکتراش گذشته، و 7 تا ژورنال آیسای دارم، 3 تا دوره فوریزا، 4 تا. خب این آدم در اواخر دوره دکتراش اپلای کرده بود برای دانشگاه بیکلی، بهش فان داده بود. ببین فوریزا بعضی روزا ما آزاد خوندیم، رامون بسته است، میگم خانم رعنا فرصتی هم دانشگاه آزاد خونده، ولی 7 تا مقاله آیسایی که بذاره رو میز دانشگاه بیکلی جزو 5 دانشگاه اول دنیا بهش فاند میده. یا بیا اینجا من ماهی مثلا 2000 دلار بهت میدم، سالی مثلا 24000 دلار بهت میدم، بیا اینجا بخون، شاید بهشتی مثلا ول کن. داستان این شکلیه. میخوام بگم که این که شما دانشگاه آزاد بودی معنیش نیست که راتون بسته است، ولی خب یه خورده من قبول دارم راتون سخت‌تره. یعنی اگر شما اعلام کنیم مثلا من دانشگاه شریف بودم، معدلم 18 است، یه مقاله ژورنال آیس آی مثلا با این پک فاکتور مثلا 7 دهم دارم، شاید بهتر بشه روزاتون از کسی که فرض کنید دانشگاه آزاد بوده و اونم مثلا حالا یه مقاله با این پک فاکتور فرض کنید 1-2 دهم هم داره. خب در شرایط شرایط تقریبا نزدیک، خب طرف ترجیح میده یه آدمی که خب سوابق آموزشی بهتری داشته، معدل بالاتری داشته، اون رو انتخاب کنه. ولی حتی اگر اون شرایط رو نداریم، به نظر من ناامید نباشین، موازی با حالا بعد کنکور بخونیم، بعد از کنکور برین خدمت استاد راهنماتون هر جا که بودن و بگین آقا من میخوام مثلا سریعا ظرف 1-2 ماه مثلا اسفند فروردین اون کار فوق لیسانس رو تبدیل به یه مقاله بکنم برای یه ژورنالی که حالا ژورنال هم بعضی ها سریع جواب میدن، بعضی 6 ماه طول میکشه، ولی بعضی ژورنال آیسای هستن که تحقیق کنی میبینی مثلا تو 1 ماه 2 ماه 2 ماه و نیم 3 ماه جواب میدن. همین که یه جواب بدن، یه مثلا حتی چاپ هم نکنن، مثلا حتی اکسپت هم نکنن، مثلا یه ماینر ریویژن به شما بدن، همین به نظر من که ماینر ریویژن هم نزدیک به اکسپت دیگه، کافیه که مثلا بریم بگید آقا بالاخره من مقاله دارم و انشالله بتونین تو مصاحبه موفق بشین. حالا در مورد دروس هم سیستم عامل و شبکه که دروس من هست، باز شما حرف خیلی جالب و کاملی زدین، من میخوام کامل ترش بکنم. در مورد شبکه من فکر میکنم که هلوش حداقل 70% سوالای شبکه پیشرفته همون سوالای شبکه 1 و 2 هست، یعنی همون سوالایی که توی فوق لیسانس از شما پرسیده میشه. در واقع 6 واحد دیگه شبکه 1 شبکه 2. کتاب کراوز و راس رو که اگر الان همه دانشگاهی مثل شریف، تهران، امیرکبیر اینا کتاب راس رو درس میدن، اگر 6 فصل اولش رو بخونین، یا مثلا 4 فصل اولش رو بخونین، فصل خدمت رو عرض کنم 5 و 6ش رو بذارین کنار، بجاش فصلای 6 و 7 و 8 کتاب شبکه‌های کامپیوتری پارسر که من تألیف کردم اونو بخونین، که از روی کتاب گارسیا استخراج شده و یه مقداری لایه‌های پایین یا لایه‌های فیزیکی و دیتا لینک رو عمیق‌تر و دقیق‌تر بیان می‌کنه. من فکر کنم حداقل 60-70% سوالات رو پوشش میده. برای بقیهش خب شما خیلی تلاش کنیم، ولی به نظر من لازم، اولا وقت نمی کنیم، بس هم لازم نیست. مثلا شما میتونید برید مثلا میگم پروتکل BGP رو بخونید،
ولی خود راست شما متن کتاب راست رو نگاه کنیم، یه پروتکل بی جی پی رو اگه شما 10 تا کتاب هم بخونین آخرش نمیتونید، 10 تا کتاب ها نه 10 تا فصل از یک، 10 تا کتاب فقط راجع به پروتکل بی جی پی بخونین آخرش نمیتونید ادعا کنین این پروتکل کامل فهمیدین. به نظر من دیگه از یه جایی به بعدش مثلا سوالات نماییه دیگه، سوال جواب دادن خیلی سخت میشه و همونطور که استاد اعظم فرمودن اصلا لازم نیست شما 80 درصد بزنین، شما همین که همین 6 فصلی که من خدمت رو عرض کردم بخونین اصلا 60 درصد 70 درصد چه، شما 50 درصد هم بزنین بقیه درصدتون هم 50 درصد بزنین شما رتبتون زیر 1 میشه، بگه زیر 1 زیر 10 میشه، تک رقمی میشه. پس اصلا لازم نیست شما انقدر تلاش بکنید میگه خب حالا من اینا رو خوندم بعدش چیکار کنم، بعدش رو ولش کنید دیگه. این که از شبکه های پیشرفته، اما در مورد پایگاه پیشرفته، پایگاه پیشرفته سوالات از بچه خیلی گارانتیه. من درست متخصص پایگاه پیشرفته نیستم ولی من سابقه ای که از بچه های دکتر کیوان پور دارم خیلی فیدبک خوبی دادن. بچه ها میگفتن آقا مثلا آقای دکتر کیوان پور یه جوری درست دادن، مثلا من در مورد من نمیگفتن در مورد خود من، مثلا در حقیقت تو مثلا این درست رو گفتی رفتیم مثلا 40 درصد زدیم 50 درصد زدیم، ولی دکتر کیوان پور پایگاه داده یه جوری گفت حالا انگار مثلا سوالا رو میدونه که مثلا ما راحت رفتیم 80 90 درصد، مثلا 10 تا سوال بود ما 9 تاشو زدیم 8 تاشو زدیم، خیلی به شدت راضی بودن. من فکر میکنم که بچه ها شما مثلا همین دروس ساختمان داده و الگوریتم و با استاد رضوی اگر آنلاین میخواین شرکت کنین، حضوری میخواین شرکت کنین، هر کلاس حضوری با استاد خوبی شرکت کنین، من فکر میکنم جواب میگیرین. اگر هم تو شهرستانی هستین یا به هر حال کلاس آنلاین براتون بهتره، هر کلاس های آنلاین شرکت کنین، به قول استاد رضوی از 20 تا سوال ساختمون الگوریتم شما 20 تا هم نه اصلا 10 تا بزنین. از سوالات سیستم عامل پیشرفته مثلا پایگاه پیشرفته 5 سیستم عامل پیشرفته مثلا 15 تا 6 7 تا بزنین، پایگاه پیشرفته 10 تا 7 8 تا اون رو بزنین، 15 تا اونجا مثلا 10 تا اونجا 25 تا 45 تا زدین رفتیم بالای 50 رتبه تک رقمی میشه. یعنی هم تو که گفتن رتبه تک رقمی آوردن واقعا ساده است، واقعا ساده است و من فکر می‌کنم خیلی کنکور دکترا از کنکور، یعنی اون بخش سختش مصاحبه شه. کنکور دکترا به نظر من یک سوم از کنکور فوق لیسانس ساده تره، یعنی اگه اون 100 سختش باشه این درد 33 یک سومه. چرا؟ چون اونجا بچه ها 15 تا درس میخونن، سوالا خیلی پخته شده، سوالا خیلی سخت شده، ولی اینجا تازه داستان شروع شده، تازه پایگاه پیشرفته شروع شده، مثلا سوالا هنوز ساده است، دارن بچه ها تازه وارد بحث میشن، استادا وارد میشن، از سوال ساده شروع میکنن، هنوز سوالا به اون درجه نرسیده که سوال استاد سوال سادهشون تموم شه برن این ور این ور بگردن سوال عجیب غریب پیدا کنن. از این فرصت ها راحت میتونین استفاده کنین، یه رتبه خوب بیارین، بعدش هم انشاءالله تلاش کنین که توی مصاحبه هم موفق عمل کنین. گفتم اون قسمتی که گفتم استاد راهنماتون خیلی جدی بگیرین، چون من دیدم من مثلا تو مصاحبه نشستم بچه ها اومدن حرف زدن، بعد بچه ها بلند شدن رفتن بیرون، حرفایی که استادا با هم میزنن بعد نفر اونجا نشستن، مثلا همش میگن با این که با استاد راهنماش که نظرش اینه، این رفته بعد دو تا مقاله داده با استاد دیگه، این اصلا اگر هم مثلا مرغی که تخم میذاره برای ما تخم نمیذاره، برای دیگران میذاره، به ما چه دیده اون یه دارش بگیریم اگر هم تخم طلا میذاره واسه ما بذاره. بعد حالا اینا بحثایی که خب واقعیت هم هست دیگه، استاد دوست داره دانشجو رو بگیره که خدمتتون عرض کنم که به نفعش باشه، یه چیز طبیعیه. حالا من حرفای کلی میزنم، باز ببینیم بچه‌ها سوالای خاص اگر دارن راجع به مخصوصا دروسی که من توش کار میکنم در خدمتشون هستم. پایگاه پیشرفته هم تو که فرمودین رفرنس اصلیش سیلور شاتس هست خدمتتون از درسته، فکر کنم شما هم سیلور شاتس رو فرمودین دیگه اگه من اشتباه نکنم، بله همون سیلور شاتس بخونین کافیه، یعنی رانی رانکویی به نظر من و مدرسان اضافه است، یعنی خیلی فوکوسشون رو سیلور شاتس بیشتر، اونجوری که آقای کیوانپور میگن و بچه‌هاش هم خیلی خوب جواب گرفتن بر اساس سیلور شاتس جواب گرفتن. بعد حالا من مدرسان راستش نخوندم که ببینم مثلا ممکنه مدرسانم
کتاب خوبیش از روی سیلورشاس نوشته شده باشه، اونو نمیدونم چون نخوندم نظر نمیدم، ولی اگر از روی سیلورشاس بخونی حتما جواب میگیرین. سیستم عامل پیشرفته رو من خودم از روی تننبام درس میدم، دیستریبیوتد سیستم، اون جزو دکتر پدرام و اینا هم نوشتین، باز خود چون خود دکتر پدرامم از روی دیستریبیوتد سیستم تننبام درس میدن دیگه، اون اضافه است. یا میتونید شما به جای دیستریبیوتد سیستم تننبام جزوه دکتر پدرام رو بخونید، ولی خب جزوه جزوه است دیگه، کتاب کامل پوشش نمیده. کتاب دیستریبیوتد سیستم تننبام هم 3 تا ترجمه داره، یکیش هم مال منه، میتونید ترجمه من انتشارات پارسستانه رو بخونید. 7 فصل اولش رو من فکر کنم بخونین کافیه، 7 فصل از 13 فصل. اما این کافیه به معنی نیست که 100% سوالات رو پوشش میده. شما اگه به من بگین این 7 فصل رو بخونم چند درصد پوشش میده گارانتی شده، میگم 40% گارانتی. ممکنه توی کنکور 70% جواب بده، ممکنه توی کنکور 90%، ولی 40% میتونم بگم گارانتی جواب میده. حالا شما میگین اگر بخوام در کنارش این، برای کسی که فرصت داره، مثلا میگه آقا من از تابستون نشستم دیستریبیوتد سیستم تننبام خوندم، 7 فصل تموم کردم، الان پیشنهادی داری به من کتاب دوم چی بخونم؟ من میگم سیلور شاس بخونید. که حالا من خواهش میکنم از آقای استاد عزوی سیلور شاس هم به این رفرنس ها اضافه کنن، چون اگه شما سوالات کنکور پارسال رو نگاه کنین به طور خاص 4 تا سوال هست که از روی کتاب سیلور شاس استخراج شده. بنابراین بعد از تننبام، چون اون دو تا کتاب دیگه هم که مال تننبام، بخش اون دوم مال تننبام، سوم مال سینگاله، سینگال هم باز همون دیستریبیوتد سیستم همون مباحثه، ولی سوالا نگاه کنی یه بحثی از ویرچوالیزیشن جدیدی گفته میشه که اینا تو کتاب سینگال نیست، و یه مباحثی حتی از ریال تایم و اینا هست که تو هیچ کدوم این کتابا نیست، تو سیلور شاس هست. بنابراین حتما من توصیه میکنم دوستان به عنوان رفرنس دوم ورژن ادیشن 9، این که ترجمه های بازار نه، ترجمه هایی که تو بازار هست از کتاب سیلور شاس خیلی هاش مال مثلا ریویژن 7 و 8 و ادیشن، ببخشید ادیشن 7 و 8 و ایناست. کتاب ادیشن 9 من شنیدم، راست میخوام، من چون ترجمه ها رو نگاه نمی کنم خیلی، شنیدم آقای دکتر سپیدنام ادیشن 9 رو ترجمه کردن. باز اینو چک بکنید تو بازار کتاب، اگر ترجمه ادیشن 9 میتونید ترجمه آقای دکتر سپیدنام رو که استاد فکر میکنم دانشگاه فردوسی مشهد اگه اشتباه نکنم ترجمه ایشون رو بخونید. بعد همین در مورد سیستم عامل، پس توصیه هم این دوتاست. در مورد شبکه هم که خدمتون گفتم، توصیه من اینه که فصول 1 تا 6 کتاب راس و کراز رو بخونید، یا اگر میخواین بهتر بخونیم به جای فصل 5 و 6ش بیاین کتاب شبکه های کامپیوتری 1 پارسل که من نوشتم، فصول 6 و 7 و 8 که دیتا لینک هست، اونجا رو بخونید. برای فیزیکی هم معمولا سوال نمیدن، معمولا خیلی احتمالش کمه، در اینجا مثلا فصول مثلا 1 تا 4 یا 2 تا 4 کتاب شبکه 1 پارسه رو میتونین بایپس کنین و نخونین. من حالا اون چیزایی که به نظرم میرسید شاید مفید باشه عرض کردم، بقیهش رو اگر اجازه بدین توی پرسش و پاسخ در خدمت دوستان خواهم بود. خب مرسی، متشکرم، دستتون در نکنه از اطلاعات ناب و ترجمه و تجربه بسیار عالی که در اختیار ما گذاشتید. حرفایی که دکتر حقیقت می‌زدن چند تاش برای منم اتفاق افتاده بودش و واقعا داشتم درک می‌کردم این مسائل رو، مثلا اون قسمتی که می‌گفتن حتما باید مقاله، مثلا اگر بگید مقاله مثلا با فلان جام داریم، حتی استادای خارجی هم خارج از کشور مقاله داشته باشید، باز نه تنها به سودتونه بلکه به ضررتون هم هست، و شاید تو همون مصاحبه ازتون بپرسن که چرا با استادراهنمای خودتون نرید، حتی اگه مقاله با استادراهنمای خودتون هم داشته باشید، دومی سومی چهارمیشو مثلا میپرسن چرا استادراهنمای خودتون نیستش مثلا. و برای یه نکته هم اشاره کنم، بعد از کنکور حتما کلاس‌های مقاله نویسی رو میذاریم با افراد بسیار عالی، کسایی که مثلا در واقع
اچ ایندکسشون بالاست، کسایی که مثلا بالای 30 40 تا مقاله دادن، مقاله جای معتبر دادن، که بتونید مثلا به قول دکتر حقیقت در همین ژورنالایی که زود جوابشو میدن، میگن بهش میگن اسپشیال ایشو، در این اسپشیال ایشو ها در واقع مقاله بدید. و اسپشیال ایشو اگه بتونید پیدا کنید مرتبط با حوزه کاری خودتون، مثلا یه ماه و نیمه، یه ماه، دو ماه، در واقع ژورنالای اسپشیال ایشو جواب شما رو میدن و خیلی خیلی خوب به حال تأثیر گذاره. بنابراین برای مقاله و این داستان ها هم نگران نباشید. ما بعد از در واقع کنکور دکترا سعی میکنیم که این کلاس ها رو بذاریم و در واقع شما رو رها نمیکنیم. در مورد کلاس های ساختمان داده من یه توضیح کوچیکی بدم. کلاس های ساختمان داده فردا جلسه ساختمان داده و طراحی الگوریتم، حالا طراحی الگوریتم فردا جلسه چهارمش هستش و اگر کسی میخواد شرکت کنه، الان به مناسبت روز دانشجو برای همه کلاس‌ها تخفیف گذاشته شده، حتما در کل کلاس‌هایی که گفته شد میتونید شرکت کنید. یه موردی هم بگم، فردا جلسه گفتم چهارم میشه، تا جمعه هفته بعد که جلسه پنجم میشه شما وقت دارید خودتون رو به کلاس‌ها برسونید. تمام فیلم چهار جلسه اول همه دروس توی در واقع دروسی که حالا تا الان برگزار شده توی آپارات هستش و تو سایت هستش، تو کانال هم هستش. میتونید تا هفته آینده در واقع این فیلم‌ها رو نگاه کنید و خودتون رو به کلاس‌ها برسونید، کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم رو. و در واقع از جلسه پنجم سر کلاس بیاد که میشه جمعه هفته آینده. و اینکه شما هر موقع الان که فیلم‌های اینا رایگان توی هم آپارات هست، توی هم تو کانال فیلم‌های آموزشی هست و اینا، که اگر خواستید الان لینکشو براتون قرار میدم اینجا. ولی محض اینکه شما ثبت نام بکنید، فیلم کلاس‌ها در واقع در پنلتون قرار می‌گیره. اینم توضیح بدم، حالا شاید دانشجوی دکترا خیلی با کلاس‌های آنلاین آشنا نیستن، دانشجوی ارشد خیلی بیشتر آشناست. شما کلاس آنلاین که شرکت می‌کنید، بعد از هر کلاس فیلمش هم در اختیار شما قرار میگیره و هیچ تفاوتی به نظر من با کلاس حضوری نداره. حالا اگر شاید بهتر باشه بدتر نیستش، ولی میگم فیلمش هم به هر حال در پنلتون قرار میگیره و میتونید از فیلمش هم استفاده کنید. اینم بهتون بگم، قیمتایی که قرار داده شده خیلی فوق العاده است. حالا لازم نیست راجع به این موارد صحبت کنم، فقط یه اشاره کوچیک میکنم. کلاسای مثلا دکتر حقیقت در تهران الان شما برید قیمتاشو نگاه کنید ببینید چقدر هستش و این کارهایی که در واقع ما داریم انجام میدیم واقعا در راستای عدالت آموزشیه. که شما برید ببینید کلاسای ساختمان داده طراحی الگوریتم مثلا مؤسسات ایکس و ایگرگ چنده، یا همین کلاسای خود دکتر حقیقت ببینید در تهران چند هستش، حالا ببینید برای شما چه قیمتی قرار داده شده. یعنی واقعا قدر این فرصت ها رو باید برای خودتون بدونید. خب سوالا رو شروع میکنم من به خوندن. سوالاتی که در واقع دکتر حقیقت بتونن بهتر راهنمایی کنن رو از ایشون خواهش میکنیم که جواب بدن. و حالا اگر با سوالی رو من تونستم پاسخ بدم که من پاسخ میدم. میخواید دکتر حقیقت، میخواید شما یه سوال پاسخ بدید، از سوالاتی که وجود داره انتخاب کنید پاسخ بدید و بعد من بعد شما باز یه سوال دیگر جواب بدم. فرمودن که اگر ایمپکت فاکتور در حد 0.2 باشه خیلی کمه. نه، شما اصلا مقاله داشته باشید، ISI داشته باشید، جورنال داشته باشید، کنفرانس داشته باشید، بسیار عالی هستش. سعی کنید کنفرانس‌های خارجی بدید، کنفرانس‌های معتبر برید. دکتر حقیقت فرمودن، گفتن که همین که شما مقاله داشته باشید خیلی تفاوت داره با اینکه مقاله نداشته باشید، چون استاد راهنمای شما و اون کسی که می‌خواد شما رو بگیره می‌فهمه که شما می‌تونید پژوهش کنید، اهل ریسرچ هستید، اهل پژوهش هستید. و حالا چون اتفاقا دانشگاه لیسانستون و ارشدتون مثلا پایین‌تر بوده، دقیقا به قول دکتر حقیقت میگن که با خودشون میگن خب با اون امکانات تونستن این کار رو انجام بدن، حالا مثلا ببینید اگه دانشگاه بهتر بیان با این امکانات میتونن چی کار انجام بدن. خب فرمودن که کلاس آنلاین سیستم عامل پیشرفته چی منظورتون رو نمیفهمم. کلاس های آنلاین سیستم عامل پیشرفته و شبکه پیشرفته از هفته دیگه فکر میکنم شکل میگیره، یا یه هفته دیگه یا 10 روز دیگه این حدودا کلاس شبکه پیشرفته و سیستم عامل پیشرفته و پایگاه پیشرفته و VLSI پیشرفته و معماری پیشرفته از هفته آینده یا 10 روز آینده حدودا شکل میگیره که حالا تو حضور شرکت در خدمتتون هستیم دکتر حقیقت. خواهش میکنم. من سوالی که دیدم، حالا بعضی رو همونجا جواب دادم، مثلا پرسیده بودم بچه ها که مقاله علمی پژوهشی هم خوبه، که الان شما هم جواب دادین که آره خوبه. مقالات داخلی ببینین، من مقالات داخلی رو از دید خودم البته میگم، به عنوان مثلا یک کسی که توی
حالا جلسات چیز هستم. ببینین به نظر من اینجوری نمیشه دسته بندی کنیم بگیم چی بده خوب چی خوبه. مثلا یکی از من میگه کنفرانس خوبه، میگم خب کنفرانس داریم تو کنفرانس. من یه کنفرانس آی تریپل ای به شما میدم، کنفرانس آی تریپل ای اسمش از گلوب کام، یه کنفرانس آی تریپل ای دیگه بهتون میدم اسم اینفو کام. خب اینا کنفرانس هست. اگر شما تو این کنفرانس ها مقاله چاپ کنیم مثلا بهتون جایزه میدم. در سال 100 تا مقاله اینا چاپ میکنن و اصلا 60-70 تاش مال آدم بزرگ هست. مثلا مال گارسیا هست، مال خود کراز، مال راس، مال تننبام، مال این هست. جمع علمای بزرگ شبکه که آدم های طوفانی شبکه هست، مثلا آدم که هر کدوم مثلا خالق یه بخشی مثلا یه کتابی یه چیزی هستن. خب کنفرانس اونجوری هم داریم، کنفرانس ببخشید در پیتی هم داریم که شما مقاله همینجوری الکی یه مقاله آی تی پلی کنفرانس توی چه میدونم سنگاپور توی دبی این ور اون ور، در نتیجه نمیتونیم بگیم کنفرانس آی تی پلی خوبه یا بده، باید میگم کدوم کنفرانس. یا مثلا دوستان میگن کنفرانس داخلی، من کنفرانس داخلی شما معرفی میکنم کنفرانس انجمن کامپیوتر خود ایران از اغلب کنفرانس های تریپلی برای ما ایرانی ها معتبرتره. میدونین چرا؟ چون ما نسبتش رو میدونیم. تو انجمن کامپیوتر مثلا 2000 تا مقاله میاد، از 2000 تا مثلا 200 تا قبول میشه، نسبت 1:10 قبولش. در صورتی که خیلی از کنفرانس های تریپلی مثلا 300 تا میاد 250 200ش قبول میکنن، 150 یعنی 1:2 یا زیر 1:2. در نتیجه اگر شما الان بیاین پیش خود من بگین دو تا مقاله انجمن کامپیوتر ایران دارم، میگم خب که خیلی عالیه، یعنی با اینکه کنفرانسه ولی من شخصا بهش خیلی اهمیت، نه من خیلی از استادای خودم. چرا؟ چون همون استادی که تو دانشگاه شریف امیرکبیر شهید بهشتی داره توی جلسه مصاحبه شما نشسته، خودش میدونه، خودش داور بوده، خودش برای این کنفرانس مقاله داده، میدونه پذیرش در کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران سخته. بنابراین کنفرانس هم میتونه خوب باشه. یا ژورنال علمی پژوهشی داخل کشور به نظر من خیلی هاش، مثلا مجله دانشگاه مثلا امیرکبیر، مجله دانشگاه فلان، مجله مثلا مرکز تحقیقات مخابرات، خیلی از مجلات داخلی هستن که مجلات معتبری هستن، علمی پژوهشی ممکنه باشن، بعضی از اینا مثلا تو ایندکس اسکوپوس و جای مختلف میان. بنابراین یا حتی ما داخل کشور مقاله ISI هم داریم، مثلا ژورنال شریف مثلا جزء ISI هست، خیلی از ژورنال های دیگه هم هستن. در نتیجه شما میتونین با کنفرانس داخلی هم و خدمتتون عرض کنم ژورنال های داخلی هم خودتون نشون بدین، ولی به هر حال میدونین خیلی چیزا کلیشه ایه دیگه، مقاله ISI خودش اسمش دهن پر کنه دیگه، شما میگین ISI، اگر 2-3-4 هم باشه بازم بد نیست. به هر حال میگین ما یه مقاله ISI داریم دیگه، حالا امپکت فاکتورش 0.2. همین که فرمودن آقای استاد عزوی که چی مهمه، این که شما توانایی نوشتن مقاله داری، توانایی کار تحقیقاتی داری. حالا شما 10% راه رو بری، اگه استاد راهنما شما استاد خوبی باشه بقیهش به شما، ولی بعضی اصلا این کاره نیستن، رفته مثلا پروژه فوق لیسانس هم انجام داده، 3 سال هم ازش گذشته، یه مقاله کنفرانس هم نداده یه جای معتبر. خب این آدم تو مصاحبه احتمال رد شدنش 90% دیگه. آدم دوستا میگه من اینو برای چی بگیرم؟ این اگر توانایی کار علمی پژوهشی داشت تو فوق لیسانسش میکرد، یا با 3 سال بعد از فوق لیسانسش دو تا مقاله میداد دیگه. این نظر من در مورد مقالات. کلاس هم که همتی که فرمودن کلاس های پیشرفته همین حدود ده روز دیگه، یعنی این شنبه پس فردا، نه از شنبه هفته بعد انشالله اگر عمری باقی باشه کلاس ها رو صدا شروع خواهند کرد. متشکرم، ممنونم. خب آقای علی فرمودن که من سر کارم و فرصت خوندن کتاب های مرجع رو ندارم، کلاس های شما تا چه میزانی میتونه موفقیت ما رو تضمین کنه؟ نگه چیز تضمینی وجود نداره، تضمین خود شمایید. نگه درس کامل داده میشه و
خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای وجود داره و شما دیگه مثلا از دکتر حقیقت در دست سیستم عامل پیشرفته یا شبکه پیشرفته مثلا کی اصلا تو کشور درس میده، کی کلاس کنکور اینو برگزار میکنه و کسی بهتر که دیگه وجود نداره. ایشون کامل درس میدن، دکتر کیوانپور کامل درس میدن، بقیه اساتید من کامل درس میدم، ولی این به شما بستگی داره که حالا با کلاس پیش بیاید، با کلاس پیش نیاد، تست بزنید، فعالیت بکنید. شما فرض کنید که یه دانشجوی بهترین کلاس های ایران هم بره، بهترین کتابای ایران هم داشته باشه، بهترین جزوه‌های ایران هم داشته باشه، بهترین آزمون‌ها رو شرکت کنه، همه چی بهترین بهترین بهترین، خودش هیچ کار نکنه، خب قبول نمیشه. بنابراین تضمین از این لحاظ نمیشه داد، ولی تضمین بله میشه داد که اگر شما بیاید و با کلاس پیش بیاید و تلاش کنید میتونید یه رتبه فوق‌العاده بیارید. یعنی شما از این 45 تا تست 20 تا تست بزنید که اصلا شاید جوک باشه، یعنی خوب اگه برنامه‌ریزی کنید بدونید کجاها رو بخونید، کجاها تو کنکور میاد، 20 تا تست جوکه. شما 20 تا تست بزنید رتبه زیر 20 میارید، شاید هم دوتوی تکترمی آوردید. یعنی شما 5 تا تست، 6 تا 7 تا تست زبان بزنید، 7 تا تست استعداد تحصیلی بزنید، شما رتبه تکترمی میارید. و کلاس های راستی استعداد هم الان با برترین اساتید کشور باز توی کاپ تدریس هستش، کلاس های زبان الان با برترین اساتید کشور توی کاپ تدریس هستش، آقای جهانشاهی مؤلف کتاب زیر ذره‌بین الان دارن کلاس میذارن برای ما، آقای عرفانیان دارن هوش مصنوعی میذارن. شما اصلا تک تک استادای هوش تک تک ببخشید میگم هوش مصنوعی استعداد، آقای عرفانیان الان میذارن، شما تک تک اساتید استعداد تحصیلی ایران الان توی کاپ تدریس دارن کلاس میذارن. شما بهترین کتابای استعداد رو نگاه کنید الان ببینید نویسنده‌هاش کی هستن، همشون دارن در واقع اینجا کلاس میذارن. در واقع برای زبان استعداد هم اگر خواستید میتونید در واقع کلاس شرکت کنید. خب فرمودن که در مورد امنیت شبکه هم توضیح بدید در دکترای فناوری اطلاعات. خب حالا چون تخصص دکتر حقیقت شبکه هستش این سوال رو به ایشون میسپاریم. جزوه‌هایی که گفتید و فیلم‌های در مورد امنیت من فکر کنم کتاب امنیت استالینگز رو اگه بخونین کافیه. اگرچه من استاد میگم در مورد رشته‌ش هم اگه لطف کنید یکم توضیح بدید. رشته امنیت شبکه خوب، رشته خیلی خوبیه، کاربرد خیلی زیادی داره به نظر من. الان بحثایی مثل بلاکچین، بحثایی مثل بیتکوین، اینا خیلی داغ شده، دارن کار میکنن، هم تو تجارت هست هم تو امنیت هست. و بانک ها مؤسسات معتبری که معمولا خیلی هزینه میکنن، همشون نیاز به متخصص های امنیتی دارن. به نظر من کسی که دکتر امنیت بگیره خیلی جای پیشرفت داره، خیلی جای خوب میتونه کار کنه. منظورم این که مثلا میتونه بره تو بخش آیتی فرزن بانک مرکزی کار کنه، بانک ملی کار کنه، بانک ملت کار کنه. ماشاءالله چیزی هم که ما زیاد داریم بانک دیگه. شما حداقل 50 تا بانک تو ایران داریم، هر کدوم هم یه دکتره مثلا امنیت بخواد داشته باشه. ما الان تعداد دکتره که امنیت شبکه داریم شاید به تعداد 10 تا هم نمیرسه که دنبال کار بخوام بگردن. بنابراین به نظرم حالا رشته امنیت تو ایران خیلی جواب میده. بعد در مورد درسش هم اگر میفرمایید که این درس رو از چه کتاب بخونید، حالا تا جایی که من آشنا هستم با این درس کتاب استالینگ رفرنس اصلیشه و به نظرم میتونین از رو اون درسش هم بزنین. غیر از این اون فکر میکنم برای هر رشته‌ای که میخواین امتحان بدین فرق نمیکنه. یه سری درس هست که حالا ممکنه کلاسش مثلا شما نتونین کلاسش یا حالا کتاب خوب رفرنس خوب پیدا کنین، همین که شما ساختمون داده رو بزنین، الگوریتم بزنین، فرضاً سیستم عاملی شبکه رو بزنین، پایگاه داده بزنین، 4 5 تا درس اصلی حالا غیر از معماری که حالا اونا معماری منطقی باید بزنن، من فکر میکنم اون درصد لازم رو میارین. حالا مثلا توی تجارت الکترونیکی درس فلان که نمیدونم رفرنسش چیه، نمیدونم کدوم استاد از او چی درس میده، حالا اونجا که خیلی واضح نیست بچه های آیتی میتونن رو درسایی که اطمینان بیشتری دارن. مثلا من جای شما باشم حتما ساختمون الگوریتم میخونم. علتش اینه که کاملا شسته رفته است، یعنی اسکوپش مشخصه.
چون ساختمون الگوریتم به خوبی است، ولی درس خود من که سیستم پیشرفته است اونقدر شفاف نیست که ساختمون الگوریتم است. میگم دیگه، مثلا شما با من بیاین جلو، آخرش میگین حقیقت چند درصد تضمین میکنیم؟ میگم 40%. تضمینی که به قول آقای نظری وجود نداره. تضمین منظوری که یعنی تو چقدر شو پوشش میدی. میگم به نظرم بین 40% تا 70% بستگی داره طراح سلیقه‌اشی باشه. حالا اگه شما بگی میخوام سیلبرشاتس هم بخونم خودم موازی با کاری که تو میکنی، کدوم فصلشو بخونم؟ میگم مثلا برو فصل فرزن 6 و 16 و 17 شو بخون. میگه خب حالا فصل 6 و 16 و 17، حالا میگم خدمتتون چرا 6 و 16 و 17. 16 و 17 ادوانس تاپیک ها هستن، بنابراین اگه من خودم طراح باشم، هر کسی دیگه طراح باشه، سوالو کم کنم نگاه کن اینجوری، بخوام مثلا کتاب سیلبرشاتس باز کنم بگم از کجاش سوال بودم، خب سیستم پیشرفته دیگه، بحث پیشرفته ادوانس تاپیک ها رو مثلا میگم. ادوانس تاپیک هم فصل 16 و 17 است، یه فصلش ویژوالیزیشنه، یه فصلش هم باز دیستریبیوتده. دیستریبیوتد که اون تقریبا تننبام به طور خیلی عمیق پوشش داده کتابش. حالا یه نگاهی هم نیم نگاهی هم به سیلبرشاتس میندازین، یه چند تا نکته اضافه هم اونجا یاد میگیرین. بحث ویژوالیزیشن هم باز تننبام گفته، ولی سیلبرشاتس بیشتر گفته. در نتیجه من جای شما باشم وقتی ویژوالیزیشن از تننبام خوندم، تو فصل 3 تننبامه، میرم فصل 16 کتاب ادیشن 9 سیلبرشاتس هم میخونم که دیگه خیلی خوب اونم پوشش داده باشه. بعدش یه نگاهی هم بعدم به نظر من بد نیست به فصل 6 کتاب سیلبرشاتس، مثلا اون بحثایی که بحث ریل تایم و اینجا اونجا محاسبات در واقع اسکیجولینگ ریل تایم و اینا رو هم میگه، اونجا هم یه نگاهی بکنید چون ازش در سالهای اخیر سوال اومده. اینو با اون نگاه استاد عزوی میگن که میگن تست بیس بخونین. اگه تستای سال گذشته نگاه کنین، مثلا از ریل تایم سوال میدن، از ویچوال ماشین زیاد سوال میدن. خب برمیگردیم کتاب سیلبرشاتس باز میکنیم، فصل ریل تایمش رو میخونیم یا فصل ویچوال ماشینش رو میخونیم. یه چیزایی شایعه است بچه ها، در ضمن اینم توجه نکنید. من گاهی وقتا میبینم این جوونا دانش، مثلا یه جای فلان دانشجو دکترا داره درس میده، بعد به بچه ها سر کلاس میگه این زشته. بچه ها من سوالا رو به موقعش بهتون میگم. آقا یعنی چی سوالا رو به موقعش میگی؟ این توهینه. این توهین به مثلا استاد دانشگاه شریفه، یعنی استاد دانشگاه شریف که استاد توه، یا استاد دانشگاه امیرکبیر که استاد مثلا من و توه، مثلا نزدیک کنکور که شده یواشکی چون میبینه مثلا تو سه تا دانشجو تو فلان مؤسسه یوگی و دوستان داری، میاد مثلا به سوال کنکور میگه که بری سر کلاس مثلا غیر بدی، مثلا سوالا رو بچه‌ها بگی، آخه زشته. بعد یا مثلا یه جزوه رو معرفی میکنن، الان اسم نمیارم چون این همکارای من هستن، دوستای من هستن، مثلا یه جزوه معرفی کردن از فلان دانشگاه، بعد یکی از بچه‌ها آواز رو میگه مثلا این جزوه رو بخونم، باز کردم میبینم دیستریبیوتد شیرد مموری توشه یه فصل. اچه یه لحظه فکر کنیم، من بهتون رفرنس میدم به این کتاب DOS Distributed Operating System سال 1995 تننبامو بخونین، باز کنین فایلش هست تو اینترنت، Distributed Operating System Android تننبام، باز کنین بخونین. یه فصل داره به اسم Distributed Shared Memory، یعنی چی؟ حافظه توزیع شده اشتراکی و حافظه مشترک توزیع شده. خب DSM بهش میگن. در سال 2002 تننبام یه کتاب دیگه داده به اسم Distributed Systems. اونجا گفته ببخشین اشتباه کردیم، اصلا Distributed Operating System کلن منسوخ شده. یک. دو، خیلی ببخشین، خیلی ببخشین، خیلی ما اونجا اشتباه کرده، اصلا چیزی به اسم Distributed Shared Memory چرته. چرا؟ چون هزینهش از فایدهش خیلی خیلی بیشتر بود. اصلا اونا تکنیکا کاملا اشتباه ریخت دور. خود تننبام سال 2000 ریخت دور، همه انداخت دور، کتاب جدید نوشت. الان من میبینم این آقا توی یک کلاس کنکور کتاب جزوه کسی رو معرفی کرده که وقتی باز میکنیم یه فصلش DSM رو داره توضیح میده. آقا DSM 20 سال تو دنیا انداختنش دور. اگر اول این آقا طرح سوال نیست، اگر هم طرح سوال باشه خودش میدونه که DSM بده تمام ایران بهش میخندن. خب بعد چی من برم یه جزوه رو بخونم که مال یه آدمیه
که 20 سال از تکنولوژی عقبه، خب، و احتمالاً ایشون 20 سال پیش دانشجوی یک دانشگاه مثلا بوده، جزو استادشو 20 سال پیش گرفته، اومده رفته یه روزن تو فلان دانشگاه داره درس میده. اولا این آدم مطمئن باشه طرح سوال کنکور نیست، باشم از خجالتش هم که شده همچی سوالی طرح نمیکنه. پس بنابراین شما جزوه رو باز کنید، یه نگاهی بکنید، ببینید اگر منطبقه، اگر منطبقه بر کتاب مثلا سال 2007 یا 2000 چه میدونم 16 2015 تننبام، سیلورشاس و غیره، خب اوکی اون جزوه رو بخونین. مثل جزوه دکتر پدرام که با کتاب 2007 دیستریبیوت تننبام منطبقه، من خودم نگاه کردم منطبقه، خب اون رو بخونین. ولی یه سری جزوه‌ای که واقعا توش حرفای مال 25 سال پیشه 20 سال پیشه، وقتتون رو تلف نکنین. این ادعایی که بعضی هم میگن ما با اساتید مثلا میگن چاپ، مثلا طرف رفته سر کلاس گفته اساتید 5 6 تا هن میشنن سوال طرح میکنن، مگه ببخشید جلسه مصاحبه است که 5 6 تا استاد دور هم میشنن میزگل طرح سوال؟ مثلا این اصلا معلوم اصلا تو باغ نیست. طرح سوال این شکلیه که نامه میده سازمان سنجش به دانشگاه امیرکبیر، جدا نامه میده به شریف، جدا نامه میده به علم سند، جدا میگه سوالتون رو بفرستید. یک کمیته هم هست، یک کمیته یک شخص خاص رو، یک نفر رو مسئول میکنه. یا شما سلکتور درس سیستم پیشرفته هستی، این سوال از شریف اومده، این از امیرکبیر اومده، از تهران اومده، این فلان، خودتون هم که سوال دارین از اینا نگاه کنین، یکشو سلکت کنین، یه تعداد این تعداد سوال سلکت کنین به ما بدین. من یه حرفی میزنم میگم آقا من 5 6 تا استاد هستن، اینا با هم دیگه میشینن سوال طرح میکنن، همشون هم با من رفیقن، گفتن سوالا هم میدن، منم به موقعش خدمت تو. آخه خجالت آور، تو 5 تا دانشجو داره، 5 تا مثلا 500 تاش 2500، بعد 2500 که آدم اینقدر ببخشین حرفای بی معنی و حالا نمیتونم بگم اینا دیگه تبلیغ نیست، اسمش اصلا یه جور توهین به اساتید همه دانشگاه معتبر تهرانه. به نظرم من که 20 سال قبل از این آقا دارم درس میدم، همچه ادعایی نمیدم، من رفیق دکتر پدرام هم، ولی الان برم به دکتر پدرام بگم سلام آقای دکتر پدرام، میشه بگیم امسال سوالا چه خبره؟ یه حقیقت تو اصلا اول من نمیگم، بگم هم اصلا نظر دکتر پدرام بجون من اول میگم حالت خوب نیست، تو اون ور تو به قول معروف میگه تو اون ور جوب من اون ور جوب، تو درس کلاس کنکور تو بده منم سوال کلاس کنکور، سوال کنکور هم مثلا اگه طراح باشم طرح میکنم. بعدش هم میگم من که 20 ساله دارم درس میدم، نمیگم با 5 تاشون رفیقم. حالا اینکه یه دانشجو دکتراست مثلا تازم، حالا چجوری با هر 5 تاشون رفیق، هر 5 تاشون هم باش قرار گذاشتن که نزدیک کنکور سوالا رو بده ایشون بره تو مدرسه یوگی و دوستان، بریم به بچه ها هم، بچه ها هم برن صفا سیتیز تو کنکور 99 درصد بزنن. گول این حرفا رو نخورین، بشینین کتاب های اصلی رو بخونین. همین که خدمت رو عرض کردم، کتاب سیلو اشاس رو بخونین، کتاب استالینگ رو بخونین، کتاب تننبام رو بخونین. استالینگ برای چیز گفتم، برای امنیت، برای شبکه راست و کراز رو بخونین، و برای پایگاه داده هم سیلور اشاس رو بخونین، حتما نتیجه میگیرین. برای الگوریتم و ساختمون دادم، چون من متخصص نیستم، هرچی آقای رضوی فرمودن همونو بخونین. اگر از من در مورد اساتید خدمتون عرض کنم درس جیمت بپرسین، به نظر من استاد عرفانیان و استاد تورانی هر دو اینقدر کارشون درسته که اصلا من نمیتونم این دو تا رو با هم مقایسه کنم. هر دو تاشون عالین، استاد عرفانی عالیه، استاد تورانی عالیه، کتابای استاد تورانی عالیه، کتاب استاد عرفانی عالیه. به یکی از این دو بزرگوار دسترسی داشته باشیم، به نظر من برای این درس کفایت میکنه. مثل اینکه تو کافه تدریس هم استاد عرفانیان هستن، این دیگه یعنی خیلی عالی. برای زبان من سه نفر خیلی توصیه میکنم به بچه‌ها، یکی استاد جانشاهی کتاب زیر ذره بین رو دارن، یکی استاد زاره، من خیلی با استاد زاره ارادت دارم، چون ایشون شیراز هستن و شرط خاص خودشونو دارن،
نه کتابا، یکم کتاباشون هم چیز مهجور واقع شده، مظلوم واقع شده، خیلی کتاب قشنگی دارن، خیلی روش تدریس قشنگی دارن. استاد زهرا هم من خیلی تاکید میکنم به بچه‌ها میتونن از کتاباشون استفاده کنن. و خانم زهرا آهنگرم من بچه‌ها خیلی شنیدم میگن کتاب خیلی خوبی دارن. ولی مثل اینکه تو کافه تدریس شما به استاد جهان شاهی دسترسی دارین، اینم یعنی خیلی عالی. یعنی واقعا شما از هر کی بپرسین الان شما همجور به میدون انقلاب هیچ کم هیچ کی نمیشناسه، اصلا کافه تدریسی نیست، کلاس ببین آقا زبان من مطمئنم به شما، حالا دکتر زهرا گفتم نمیشناسم، من خیلی دوستشون دارم، یا بهتون میگن زهرا آهنگر یا میگن زیر ذره بین جهان شاهی. شما رو میدون انقلاب با واردی که از کتاب فروشه تصویر میگه سلام علیکم جیمت استعداد تحصیلی، میگه ارفانیان تورانی فلان فلان، یه دو نفر دیگه یکی از این سه چهار تا رو میگه. یا مثلا حالا بقیه درس هم که میشه پایگاه داده، خب شما رو بگو انقلاب دارید هر کتاب فروشه سلام پایگاه داده چی بخونم، میگه کیوانپور بدون شک. بنابراین این اساتیدی که اینجا جمع شدن قدرشونو بدونین و من فکر میکنم از همین اساتید استفاده کنین و اون چیزی که اینا میگن یاد بگیرین. حالا تضمین که گفتیم ما کلاس ضمانتی و تضمینی نداریم نه اهلش هستیم، خب هیچ تضمینی نمی کنیم، هیچی هم نمیدونیم، غیب هم نمیدونیم، با اساتید هم آشنا نیستیم، سوالا هم کسی به ما نمیگه، ولی با اون تجربه نسبی که داریم، من دارم، آقای رضوی دارن، آقای ارفانیان دارن و بقیه آقایون دارن، آقای کیوانپور دارن، با تجربه همین اساتید من فکر میکنم شما میتونین رتبه تک رقمی هم بیارین، انشالله که میارین. من خیلی فکر کنم حرف زدم، خواهش کنم یه سوال پرسیدی من 60 تا جواب دادم، چون علی سوال مختلف رو ببخشید من نگاه میکردم سعی کردم یه جوری جواب بدم که یه 7-8 تا از سوالا رو با هم جواب داده باشم. حالا باز مرسی مرسی مشکرم. من سریع 5-6 تا سوال رو جواب بدم تا وقتی من سوالا رو خوندم. فرمودن که استعداد تحصیلی واسه مهندسی نیست در کافه تدریس، استاد مسیحخواه ما آینده در واقع کلاس استعداد تحصیلی مخصوص مهندسی خواهند داشت. فرمودن برای استعداد چقدر در واقع در حال گفتن چقدر لازم هست، درصدشو نگفتن، یا درصد یا زمان دیگه. درصد فکر می‌کنم مثلا 20% استعداد عالیه، 6-7 تا 5 تا 6 تا تست میشه، 30% عالیه که شما بیشتر از این میتونی بزنید. یه سال دیگه فهمیدم که من 93 روی موضوعی کار میکردم تو دانشگاه آزاد قزوین، دفاع کردم، الان میخوام موضوع کاریم رو عوض کنم و یه ژورنال بدم واسم نمره منفی محسوب میشه؟ خب به هیچ عنوان. شما هر موقع ژورنال، اولا نگاه، سوالات بسیار نسبیه، خب چه ژورنالی، چه ایمپکت فکتوری داره، کجا هستش؟ مثلا دو تایره گفتن مثلا حالا کنفرانس مثلا کلودکام، اینفوکام، الزویر، اگه ژورنال حالا الزویر، اشپرینگر، نمیدونم چیه، کجاست ایمپکت فکتورش خوبه؟ هیچ وقت نمره منفی که محسوب نمیشه، مخصوصا اینکه از سال 93 گذشته الان سال 96 شه. شما یه ژورنال خوب بدید، حالا خیلی دیگه بی‌ربط نیست، احتمالاً مثلا شما شبکه قبلا کار کردید، نمیدونم در حوزه مثلا کلود شبکه کار کردید، الان 3 سال گذشته آی او تی رو بورس مثلا آی او تی کار کردید و یا آی اس آی دادید مثلا ایمپکت فاکتورش مثلا 1.2 7 1.6 اصلا 1.6 بدید که تمومه. خب این مسلما نمره منفی محسوب نمیشه. بعدم چون 3 سال گذشته میگن خب برابر توی 3 سال خود ریسرچ کرده، تحقیق کرده، نظرش عوض شده، مشکلی نداره. اینکه از این داستان هیچ وقت یه آی اس آی خوب شما دارید میگید، این میگم سوالات بسیار نسبیه دیگه. مثلا یه دانشجو همین الان فارغ التحصیل شده، رفته آی اس آی داده مثلا کلود توی شبکه کار میکرده، حالا آی اس آی داره روی ریل تایم، این نمره منفی محسوب نمیشه، ولی ارزشش اینو نداره که شما مثلا کلود داری کار میکنی آی اس آی روی کلود بدی. بنابراین اگه 3 سال گذشته قطعا نمره خیلی خوبی محسوب میشه، بعد اگه ژورنال خوبی بدین که فوق العاده است. یه سال دیگه همونن که در مورد مقاله گفتن حتما باید اسم استاد راهنما باشه. من چند ساله که فاصله گرفتم چجوری اسم استاد راهنما رو بذارم و اینا، خب نه دیگه، وقتی که چند سال فاصله گرفتین یکو سوالات نسبی بچه، خودتون باید زرنگ باشید و بفهمید مفاهیم رو در واقع درک کنید، بکشید بیرون از در واقع دل این داستان هایی که ما میگیم. وقتی که چند سال مثلا 3-4 سال گذشته که کسی بهتون خورده نمیگیره چه اسم استاد راهنما نیست، میگه که اصلا یه سال بگذره، دو سال بگذره، شما قراره تا آخر عمر اسم استاد راهنما رو بزنید تو مقالتون، ولی کسی که الان تازه
فارغ التحصیل شده یا مثلا دو ماه فارغ التحصیل شده و مقالش مال دوران دانشجویشه، اسم استاد راهنماش نیست، این مشکل داره، نه که چند سال گذشته حالا بخواید شما اسم استاد راهنما رو بزنید. این از این در واقع. بعد یه سوال دیگه فرمودن که فناوری اطلاعات پذیرش در حد 13 نفره، آیا پیشنهاد می‌کنید شرکت کنم؟ اگه علاقه دارید حتما شرکت کنید. درسته حدوداً ظرفیتاشو من نیاوردم اینجا، دقیقاً یادم نیست، تو سایت هستش. درسته حالا اگر هم 13 نفر باشه ولی تعداد شرکت کنندگانش هم خیلی خیلی پایینه، بنابراین این کارو بکنید. گفتن نظرتون راجع به آینده دکتر هوش مصنوعی چیه؟ فوق‌العاده است، هوش مصنوعی تمام دنیا رو خواهد گرفت، 6 7 سال دیگه دنیای هوش مصنوعی خواهد بود. اما این به این معنا نیستش که مثلا نرم افزار و شبکه کاهش پیدا میکنه. اینو خیلی خوب دقت کنید، شبکه و نرم افزار اینا همیشه هستش بچه ها، این همیشگیه، یعنی دنیا به هر سمتی میخواد بره بره. شما هوش مصنوعی فرض کنید دنیا رو فرا بگیره، اون مهندس هوش مصنوعی به یکی نیاز داره کد بزنه، به یکی نیاز داره امنیت رو فراهم کنه، به یکی نیاز داره بیاد الگوریتم ها رو در واقع اپتیمایز کنه، امنیتشون رو گارانتی کنه. بنابراین کار نرم افزار و شبکه و امنیت که همیشه هستش، و هوش مصنوعی هم داره فوق العاده میشه، داره هات تاپیک میشه، خیلی داره رو بورس میاد. این تا 3-4-5 تا سوال سعی کردم جواب بدم. فرمودین چرا اصلا ندارید، چرا واسه رشته هوش مصنوعی کلاس آنلاین ندارید؟ اگر متقاضی زیاد باشه ما این کار رو انجام میدیم، برای این درس هایی که ما گذاشتیم متقاضی خوبی داشت و خیلی درخواست زیاد بود. شما برید در واقع متقاضیان رو با دوستاتون اینا صحبت کنید، اگه متقاضی ها زیاد باشن این کار رو حتما انجام میدیم، با بهترین استادای ایران هم در واقع کلاس خواهیم گذاشت. فقط در پروژه کاری تا چه میزان میتونه تو مصاحبه کمک کنه، میتونه جای مقاله رو بگیره؟ ببین باز این سوال نسبی هست، چه پروژه‌ای؟ شما یه موقع میرید مثلا در یک مثلا پروژه ملی روترز شرکت میکنید، مثلا توی آزمایشگاه روترز دانشگاه تهران، بعد یکی از نقشه کلیدی اون پروژه رو هم به عهده دارید، خب قطعاً این رزومه شایانی برای شما محسوب میشه، نه تنها برای ایران، برای همه جا. یا مثلا میرید در یه پروژه توی مرکز تحقیقات مخابرات مثلا انجام میدید، پروژه با نقش کلیدی دارید، میتونید ریکامندیشن بگیرید از استادای اون پروژه. شما حتما لازم نیست از استاد دانشگاهتون ریکام بگیرید، که از همه جا میتونید ریکام بگیرید. بنابراین این حرف باز حرف نسبی هستش، باز جای چه مقاله ای رو بگیره. مثلا شما در یه پروژه کار قشنگ انجام میدید، یه کنفرانس دارید مثلا آی تریپل ای دوره 5م 6م 7م توی ایران یا حالا جای دیگه، خب اگه اون کارتون شایان باشه قطعا میتونید جای اینو بگیره. ولی باز یه ISI دارید مثلا ایمپکت فاکتورش 2ه، مثلا شما مثلا ایمپکت فاکتور بالا 2 زیاد نمیبینید، مثلا ایمپکت فاکتورش 1.6ه، خیلی خوبه 1.6. خب باز آیا جای اینو میتونه بگیره؟ میفهمید چی میگم؟ یعنی اینا سوالاتی که شما میکنید نسبی هستش. بله اگر کار خوبی انجام داده باشید، کار شایان انجام دادید، رزومه محسوب میشه و خیلی هم خوب هستش. در مورد یادگیری ماشین منابع معرفی شده، منابع فناوری اطلاعات واقعا مشخصه، خیلی هم منابع فناوری اطلاعات مشخصه، در سایت قرار داده شده. من گفتم با تک تک بچه‌هایی که رتبه‌های تک رقمی آوردن امسال من صحبت کردم و اون منابع رو در سایت قرار دادم، با اساتید صحبت شده و بنابراین اساتید در منابع در سایت معرفی شده. خب برای هوش هم گفتم اگر در واقع درخواست بالا باشه این کارو انجام میدیم. دیتا ماینینگ دکترا آی تی لطفاً توضیح بدید، چه توضیحی نیاز دارید؟ خب حالا دکتر حقیقت هم اگر لطف کنید که سوالی ببینید که باز لطفا در مورد VLSI هم صحبت کنید. کنکور معماری کامپیوتر قبول شدنش بسیار راحته، 20 تا تست منطقی و معماری میاد، شما 20 تا تست منطقی معماری بزنید لطفا زیر 10 تمام، خیلی هم تستش آسونه. برید نگاه کنید، من پارسال تمام تستای منطقی و معماری رو، معماری دکترا رو حل کردم، فیلمش هم تو آپارات هست. بذ نگاه کنیم ببین آیا نمیتونیم 20 تاشو بزنیم رو هوا، یکیشو شاید نتونیم بزنیم، 19 تاشو میتونیم راحت بزنیم. شما 19 تا بزنید لطفاً زودی 10 تموم. معماری پیشرفته، VLSI پیشرفته میشه آپشنال، ولی کسی نباید این ریسکو بکنه چون هر سال معلوم نیست اینجوری بیاد. معماری پیشرفته سوالاتش بسیار مشخص از کجا میاد، یعنی کلاس شرکت کنید قطعا میتونید که تستاشو بزنید. پایپلاین هازاردای توی پایپلاین، سوپر پایپلاین، سوپر اسکالرا هستش، اساتید طراحش مثلا مشخصن که چه کسایی طرح میکنن. بنابراین اگه برید جزوه ها و وایس ایشون رو گیر بیارید مثلا میتونید بزنید. از این شبکه های میانه ارتباطی میاد، مشو نمیدونم، باترفلای و نمیدونم، این شبکه‌های میان ارتباطی که
نتورک آن چیپ توی نتورک آن چیپ ها وجود داره، از اونها خیلی تست میاد توی معماری پیشرفته وی ال اس آی هم که آسونه، چیز خاصی وی ال اس آی نمیاد جز به دکتر حسابی دکتر نابی رو بخونید، خیلی در واقع از تو اونها میاد ارزیابی کارایی میاد و از این داستان ها. اینم راجع به این سوال که فرمودی، راجع به هوش مصنوعی هم که گفتم بهتون اگر تقاضا بالا باشه بچه‌ها برید کلاس های دکترا رو، به همه این کار برای اولین بار داره توی ایران انجام میشه، کلاس های دکترای آنلاین و واقعا براش تلاش شده و داره تلاش میشه و واقعا فوق العاده است. بنابراین برید حتما به همه دوستاتون اطلاع بدید، این کار یک شاید انقلابی هستش، واقعا دارم بهتون میگم. شما الان ببینید توی تهران مگه کلاس دکتر اصلا کجا داره؟ تو تهرانش تشکیل میشه، فقط یه مؤسسه پژوهش هستن که دکتر حقیقت هستن و در واقع اساتید دیگه اونجا هستن. در کدوم شهری توی ایران داره کلاس دکترا تشکیل میشه؟ برای چی بچه‌ها تو دکترا نمیتونن موفق باشن؟ چون کلاس‌های خوبی وجود نداره. حالا که این اتفاق افتاده و با برترین اساتید کشورم این اتفاق افتاده، قدر این موقعیت رو بدونید و به دوستانتون بگید که این کلاس‌ها با تعداد تقریبا حد نصاب برسه و با تعداد بالا تشکیل بشه. الان شروع کنیم، میتونیم برای کنکور آماده شیم. از الان شروع کنید میتونید رتبه 1 بیارید. میگم کنکور دکترا خیلی راحت‌تر از اون چیزی که شما فکر می‌کنید. کنکور دکترا خیلی راحت‌تره. شما من نشون دادم کارنامه رو بهتون، از 45 تا تست شما 20 تا بزنید تو تکرار میارید. مثلا 20 تا تست جوکه. مثلا دکتر حقیقت میگن من 40 درصدشو گارانتی میکنم، مثلا البته میگن تا 70 درصد کاور میکنیم، شکست نفسی میکنن، خیلی بیشتر کاور میکنن، ولی شما فرض کنید 40 درصد تست سیستم عامل بزنید رتبه 1 میشید. بچه‌ها شما 40 درصد تست ساختمان داده، 40 درصد تست الگوریتم، 40 درصد تست سیستم عامل شبکه رو بزنید، یک از یکم یکتر میشید، ترازتون میشه 9000. یعنی تو کشور تا حالا همچین ترازی ما نداشتیم، تراز 9000. شما یه رتبه 1 کنکور ببینید، من بهتون رتبه 1 معماری نشون ندادم. رتبه 1 معماری تمام، فقط نکنید بچه‌ها، تست منطقی معماری رو زده بود 25 تا تست از 45 تا زده بود، 25 تا تست از 45 تا، میدونید یعنی جوک. 20 تا که فقط منطقی معماری میاد، 20 تا فقط منطق معماری میاد، 5 تا تست دیگه دادن از 25 تا تست باقی مونده، 5 تا تست رتبه 1 معماری شده. جوکه، یعنی در کنکور دکترا شرکت کردن رتبه آوردن جوکه. شما 40 درصد سیستم عامل رو بزنید، از اونم رفتید مثلا 7 تا ساختمان زدید، 5 تا الگوی زدید، تا الان 1 تضمین تخصصیتون از 1 زدید، یک کم زبان بزنید، یک کم استعداد بزنید، تمومه. یعنی رتبه خوب آوردن در کنکور دکتر، وقتی جایی 1000 نفر داره شرکت میکنه، از این 1000 نفر بگید چند نفرشون دارن میخونن؟ 50 نفر نمیخونن و سوالات مشخصه که از کجا میاد. بنابراین شما گفتم سوالات رو نگاه کنید، اساتید که دکترا رو تهیه میکنن اساتید معروفی هستن، برندن در کشور، مثلا معماری رو دکتر سربازی آزاد و حالا دکتر ناوی و حسابی و این داستان ها طراحی میکنن. البته اسخای میکنم دکتر ناوی و دکتر حسابی اینا بیشتر توی وی ال اس آی الک دیجیتال اینا طراحی میکنن. اساتید مشخصن یعنی یه استاد خوب یا حتی یه دانشجو خوب میتونه خودش ترند سوالاتو حدس بزنه، متوجه میشه که از کجا داره سوالات میاد. خب رو همونا کار میکنه، تستاشو میزنه دیگه و در واقع خیلی راحت میتونید رتبه خوبی بیارید. خب مرسی، متشکرم، ممنونم. خب سوال دیگه، استاد همایش برای ارشد هم برگزار میکنید به صورت آنلاین؟ همایش برای ارشد ما تا حالا بالای 20 تا برگزار کردیم و بازم برگزار میکنیم. دوشنبه ما همایش داریم راجع به نحوه مطالعه که بچه‌ها دکترا هم میتونن شرکت کنن. دوشنبه یه همایش داریم راجع به نحوه مطالعه و برنامه‌ریزی 0-100 نحوه سری مطالعه رو ما اونجا صحبت میکنیم. بچه‌ها دکترا هم میتونن اونجا شرکت کنن، بچه‌ها ارشد هم میتونن شرکت کنن. اینم از این داستان. نرم افزار استاد اینم جواب بدیم. سال آینده از الان کلاس بیایم؟ واسه سال آینده از الان کلاس بیایم بستگی به خودتون داره، اینو خودتون میدونید. شاید به نظر من زود باشه، باز بسته به این داره که سال آینده یا مشغله کاری زیاد دارید یا ندارید. اگه برای سال آینده هست به نظر من زوده. اگه مشغله کاری دارید نمیدونید یا سال آینده چه اتفاقایی میفته، میتونید از الان نرم نرم شروع کنید به خوندن. خیلی خوب دکتر حقیقت، اگر سوالی باز میبینید ما در خدمتتون هستیم. من دو سه تا نکته به نظرم رسید که بد نیست بگم. یکی اینکه ترجیحاً بچه‌ها دوره لیسانس فوق لیسانس دکتراتون هم رشته باشه بهتره. میگن برای مثلا حالا حداقل اخیراً مد شده عضو هیئت علمی که میخوان در واقع پذیرش بگیرن دانشگاه ها، بعضن گروه معماری میخواد یه عضو هیئت علمی بگیره، ترجیح میده کسی رو بگیره که هم لیسانس هم فوق لیسانس هم دکتراش مرتبط بوده و مثلا رشتهش معماری بوده یا هوش مصنوعی همینطور. در نتیجه من توصیه میکنم که بیشتر اون
یکسان بودن رشته ها رعایت بکنین، اینجوری نباشه که مثلا لیسانستون آیتی بوده بعد فوق لیسانس رفتین نرم افزار خوندین بعد بیان دکترا معماری بخونین بگن آقا رشتهش خوبه یا بده. به نظر من خود مثلا مثل این لباسای چلتیکه میشه، یه خود خوب نیست، یا برای عضویت هیئت علمی ممکن دچار مشکل بشین. رشته آیتی مثلا نگاه کنین، فرض کنین من یک دانشجو دانشگاه آزادم، یه خود نگرانم که آیا دانشگاه دولتی من تو مصاحبه قبول میکنن یا نه. خب من ازت میپرسم مثلا معدل چنده، میگی مثلا معدلم 15 است، یا مقاله هم داری میگه نه، میگم خب ردت میکنن، خب که معلوم شد جوابش. خب بعد میمونه حالا دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد هم مثلا رشته آیتی کجا داره؟ فقط یه جا داره، سبزوار. الان تو میخوای بری مثلا دکترای آیتی از سبزوار بگیری 100 میلیون 120 میلیون هم هزینه کنی، بعد کجا میخوای بری تدریس کنی؟ احتمالاً باز روی یکی از دهاتای سبزوار دوباره. خب بنابراین من اصلا توصیه نمی کنم بیا، اگه مثلا من الان دانشجو دانشگاه آزاد بوده باشم و مقالم ندارم، رشتم هم آیتی بوده، رشته مرتبط هم میشه آیتی، پس این حرف من که رشته مرتبط بخونین و بذارین کنار. چرا؟ چون دیگه اصلا دانشگاه خوبی نمیتونین قبول بشین. حالا چیکار میتونین بکنین؟ مثلا من نظرم آرش من بیار نرم افزار بخون. چرا؟ درسته حالا رشتهش مرتبط نیست، ولی به جاش حداقل تو میتونی بگی اگر من دانشگاه دولتی که قبول نمیکنم، ولی حداقل میام علوم تحقیقات تهران میخونم، دانشگاه واحد جنوب میخونم، دانشگاه آزاد قزوین میخونم، یه 4-5 تا دانشگاه آزادی میخونم که سرشون یکم به تنشون بیارزه دیگه. خب اگر نه دانشجو دانشگاه دولتی هستی، اون حرف رو استاد رضوی را گوش بده. مثلا شما میگی آقا من آی تی خوندم شریف، درسته 13 نفر میگیره دانشگاه دولتی، ولی خب من جز اون 13 نفر خواهم بود قطعا، بعد تو مصاحبم که ردم نمیکنن چون یه دانشگاه خیلی خوب بودم. خب آره برو بخون، خوبه. بعد خدمتتون عرض کنم که رشته نرم افزار قبولیش خیلی بالاست، احتمالش هم توی دانشگاه دولتی هم آزاد، تعداد دانشگاهی که ارائه میدن از همه بیشتره. هوش مصنوعی هم خیلی آینده داره، همینطور که استاد عزیزی گفتن. من خودم الان بخوام انتخاب کنم، شاید من با اینکه دکترامو شرکای کامپیوتری خوندم، شاید اگه الان بخوام انتخاب کنم یه رشته رو برای دکترا، از صرف میخواستم اقدام کنم هوش مصنوعی رو ترجیح میدادم. قطعا به نظر من آینده دنیا تو زمینه هوش مصنوعی خواهد بود. در مورد آیلتس و تافل بعضی سوال کردن آقا من مثلا آیلتس بدم یا تافل بدم یا ام سی اچ ای بدم چی بدم. ببینید تو فرمایی که تو جلسه مصاحبه دکترا هست، برای هر کدوم اینا جدول کشیده، یعنی فرق نمیکنه شما تافل بوده باشی یا آیلتس بوده باشی. حالا من حفظ نیستم چون تخصصم نیست، اگه مثلا استاد زبان بود میگم مثلا آیلتس چه نمرهش مثلا ماکسیمومه، تافل چه نمرهش ماکسیمومه، بعد میان امتیاز میدم. فرض کنیم مثلا میگم قراره به زبان از 30 امتیاز 5 امتیاز به زبان بدن، بعد میگن که خب این 5 امتیاز رو چه جوری میدیم؟ تافل اگه بالای فلان باشی 5 میشه، آیلتس اگه بالای بهمان باشی 5 میشه، MCHE اگه بالای فلان باشی 5 میشه. پس مهم نیست که شما MCHE دارین یا تافل دارین یا آیلتس دارین، مهم اینه که اون نمره که کسب کردین چقدره و حالا از اون 5 امتیاز به شما چقدر خواهند داد. اون استادایی که نشستن سر جلسه تو تمام کشور یه جدول ثابتی بهشون میدن، بیان آیلتس این امتیازش این نمرهش این امتیاز داره. بنابراین پس نوع امتحان شما مهم نیست، بلکه نمره‌ای که از اون امتحان کسب می‌کنین مهم‌تره. من فکر می‌کنم سوالی که لازمه رو جواب دادیم. بعد از خدمتتون فکر کنم دیگه کم کم باید مرخص بشیم. اگر استاد رضوی امری ندارن و بچه‌ها امری ندارن، من با عزتون کم کم رفع زحمت کنم. مرسی دکتر. خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمتتون بودم. خواهش. مرسی. خیلی لطف کردید. واقعا اطلاعات عالی در خدمت در اختیار ما گذاشتید. واقعا متشکرم که در واقع این وقت رو لطف کردید و در اختیار ما و در اختیار دانشجوی کشور قرار دادید. انشاءالله که همه در واقع بچه‌ها داوطلبای امسال بتونن موفق باشن و در واقع با کلاس‌های عالی شما بتونن درصدهای خوبی رو بزنن و بعد شما رو دعا کنن، ما رو هم دعا کنن. متشکرم. انشاءالله که همه تو موفق باشین، هم تو کارتون، هم تو درستون، هم تو آیندهتون. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. خدا نگهدار. مرسی دکتر جان، متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونیم از دکتر حیرت عزیز که لطف کردن این تایم رو در اختیار ما قرار دادن. واقعا ایشون از یکی از بهترین اساتید ایران هستن در حوزه کاری خودشون. خب من یه سوال دیگه فقط چون خیلی پرسیدن اینم جواب بدم و دیگه منم از خدمتتون رفع زحمت کنم. فرمودن که فوق لیسانس اگه دانشگاه مجازی خونده باشیم این تاثیر منفی داره. نگاه کنید سوالاتتون خیلی نسبیه. دانشگاه مجازی داریم تا دانشگاه مجازی، مثلا دانشگاه مجازی خوندن امیرکبیر، دانشگاه مجازی خوندن بهشتی، خب این خوبه. بعد حالا دانشگاه مجازی خوندید چه رزومه ای دارید؟ نگاه بچه‌ها رزومه خیلی مهمتره. مثلا دانشگاه مجازی خوندید دو تا مقاله خوبم دارید، یه مقاله خوبم دارید، سه تا مقاله دارید متوسط، دو تا مقاله دارید متوسط. رزومتون بالاخره نگاه مقاله فقط نیست، خیلی چیزاست. من گفتم رزومه چه چیزاییه، شما خیلی چیزا میتونه کاور کنه. در واقع همین که به شما نشون بده که شما مرد دکترا خوندن هستید، مرد ریسرچ کردن هستید، اوکیه. نگاهی تمام اینها میتونه برای شما در واقع رنگ بیاره و حتی چیزای دیگه که شاید من اینجا نیاوردم، خیلی چیزای دیگه هستش. بنابراین این که میتونه تاثیر منفی داشته باشه بستگی داره دیگه. دکتر اگر فهمودم مثلا شما دانشگاه مجازی خوندید، نمیدونم دانشگاه مجازی OCTI جنوبی، معدلتون هم شده 13، مقاله ندارید، کتاب ندارید، هیچی ندارید، ریکامندیشن خوب ندارید، کار خاصی انجام ندارید، هیچی ندارید، خب نمیگیرن شما رو. این چیز واضح و مشخصیه. دانشگاه آزاد باید برید بخونید دکترا، مشخصه که این دانشجو رو هیچ دانشگاه تاپ رنکی نمیگیره. ولی شما دکتر حقیقت مثال زدن دیگه، گفتم من یه دانشجو داشتم، کجا گرفتنشون؟ دانشگاه شهید بهشتی گرفتنشون. الانم بچه‌ها فرستادن دیگه، زدن دانشگاه کالیفرنیا، فکر میکنم تیچر اسیستنت شدن. خب نگاه کنید وقتی که طرف اومده 5 6 تا ISI داره، خب مسلمه که هر دانشگاهی تو دنیا اینو میگه. بعدم ISI باز داریم تو ISI. شما اگه ISI بخوایم مثلا ISI که ایمپکت فاکتورش یکم به یه دهم هم نمیرسه، همین الان بدید من براتون بدم، دو هفته دیگه براتون چاپ میشه. متوجه هستید؟ بنابراین اینا همه نسبیه، یعنی سوالاتتون خیلی خیلی نسبیه. خب متشکرم، اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم، اگه نه منم دیگه از خدمت خدافظی کنم. مرسی های عباس. میگم به نظرم کلاس آنلاین از کلاس حضوری بهتره، فیلم کلاس ها ضبط میشه و این خیلی خوبه. مرسی متشکرم. سعی میکنم که فیلم همایش رو در آپارات قرار بدم که بچه ها حالا گویا خیلی نتونستن شرکت کنن بتونن استفاده کنن. خب مرسی که در این همایش شرکت کردید. امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار بدیم دیگه، در حد دانشمون. حالا دانشمون کم یا زیاد دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید، و حالا چیزهایی که میدونستیم، تمام چیزهایی که میدونستیم و به ذهنمون میرسید و فکر میکنم ما گفتیم. فیلم آنلاین شما سال 95 با 96 فرق داره. نکته تست رو حتما آنلاین امسال شرکت کنید، چون خیلی میخوام مفصل بگم. ولی اگه میخواید فیلم ها رو تهیه کنید اشکالی نداره، ولی اگه خواستید نکته تست شرکت کنید، ساختمان رو درگونید، حتما امسال شرکت کنید یا دروس دیگه. حالا مثلا معماری میتونید نکته تست پارسال فیلمش رو بگیرید، ولی ساختمان رو درگونید حتما امسال، گسستم حتما امسال. حالا معماری منطقی کسایی که میخوان کنکور معماری کامپیوتر بدن میتونن فیلمای پارسال هم بگیرن. این از این داستان. VLSI چه سالی؟ متوجه نشدم چه سالی. خب اگر سوال داری من در خدمتتون هستم، اگر نه که دیگه از حضورتون خدافظی کنیم. اینم قولی که داده بودیم، ما همه قولایی که داریم میدیم و عملی کردیم امسال. همه قولایی که دادیم رو، قول دادیم کلاس‌های آنلاین در بقیه درس‌ها داشته باشیم، قول دادیم کلاس دکترا براتون بذاریم، قول دادیم همایش دکترا براتون بذاریم. من هر چی قول میدم سعی میکنم که عملی کنم. فیلم ویلسای هم وجود نداره، فقط کلاس‌های اولی ما رو داره برگزار میشه این کلاس‌ها. بچا فیلم‌های شبکه، فیلم‌های سیستم عامل، فیلم‌های پایگاه داده پیشرفته، سیستم عامل پیشرفته، ویلسای پیشرفته، معماری پیشرفته وجود نداره اینا هنوز. امسال برای اولین باره که داره این کلاس‌ها شکل میگیره و در ایران، و باید کلاسش رو شرکت کنید. حالا بعد از کلاس البته میتونید سر کلاس هم شرکت نکنید، فیلمش رو دانلود کنید ها، اینم هستش. خب اشهد دانشگاه خوب با معدل بالا ولی لیسانس آزاد معدل کم چه وضعیت داره؟ عالیه. شما ارشدتون دانشگاه خوب باشه کاملا مخصوصا در ایران کاور میکنه در واقع لیسانستون. ارشد دانشگاه خوب باشید کاور میکنه.
نکته تست واسه دکترا میرسه انشاءالله. بله بعد درس ویلس آی پیشرفته و معماری پیشرفته نکته تستش هم داخل خودشه فکر میکنم، حالا با استادش باید بیشتر صحبت کنید، دکتر کتیری هستن که فوق العاده. برای هوش باید به حد نصاب حداقل باید 20 تا 30 تا دانشجو ما داشته باشیم در کلاس ها که در واقع کلاس ها به حد نصاب برسه. کلاس های دکترای سیستم عامل که بعد شبکه که به حد نصاب رسیده، سیستم عامل هم فکر میکنم به حد نصاب رسیده و قطعا تشکیل میشه احتمالاً، پایگاه هم فکر میکنم به همچنین، معماری پیشرفته و ویلس پیشرفته فکر میکنم بعد حساب برسه چون یه مقدارش مشترکه با بچهای لیسانس، یعنی اول همه بچهای ارشد همه با همن، بچهای ارشد دکترا، بعد بچهای ارشد میرند و بچهای دکترا مثلا 10 سال 20 سال بیشتر میمونن. تلگرام ها رو من فقط دوشنبه سه شنبه وقت میکنم جواب بدم دیگه، یکم اگر دیر میشه من عذرخواهی میکنم، تعداد پیام ها خیلی زیاده، شما اگه جای من بودید بیشتر طول میکشید. خب دی آر ای یا آل اس یا تافل کدوم مهمتره؟ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه میخواید بعدها اپلای کنید برید آمریکا و کانادا و استرالیا و اینا تافل و جی آر ای، اگه میخواید برید اروپا است، گرچه همه اینها به هم قابل تبدیله بسته به اون دانشگاهی که میخواید برید. خب شب بسیار خوبی داشته باشید، امیدوارم که تونسته باشیم کمکی بهتون کرده باشیم و تونسته باشیم در واقع مسیر رو براتون هموارتر کرده باشیم. خدا نگهدار، فیلمش هم در واقع آپارات قرار میدم، دوستاتون میتونن تماشا کنن. خب شب خوبی داشته باشید. ممنونم، متشکرم. ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدار. متشکرم. خواهش میکنم انجام وظیفه بودش. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.